بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. بعضیا به اشتباه میگن دوشنبه اولین روز هفته، در صورتی که در آمریکا یک شنبه روز تعطیل اولین روز هفته است و آمریکایی‌ها چون کشور جوانی هستند یاد گرفتند اول تعطیلی رو استفاده کنن، بعدن کار کنن یک هفته، نه مثل ما خارجی ها کشورهای جهان سوم اول میریم به جای 5 روز هم 6 روز کار میکنیم، بعد اون آخرش یک ببینم این چرا اینجوری شد، ببخشید دوستان نباید این میومد. آهان، این از برنامه آقای سعیدی اینجاست. اون روز آقای سعیدی، عباس سعیدی مهمانمون بود. الان میتونید روی یوتیوب ویدیوی ایشون رو ببینید. ایشون درباره ماتریالیسم صحبت کردن، جنبش چپ و اسمهای دیگه که ما معمولا نمیدونیم، بلد نیستیم و رومونم نمیشه بگیم بلد نیستیم، امان از دست این کمرویی ما. من فقط یک دفعه دیگه این چیز رو به شما نشون بدم. اینجا نوشته سربی با مردم، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 14 که این وقت آرمی ارتش ایران هست به وقت آمریکا، شرق آمریکا 2 بعد از ظهر. ضمناً نوشتیم شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من اینو دیگه بر می دارم و اون شما می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید رو به این صورت براتون می نویسم. خیلی جالبه، من امروز شنبه صبح یکی از دوستان بیننده، حالا نمیدونیم نمایندگی فروش اینها رو داره هرچیه، نخواسته که ما براش تبلیغی چیزی کنیم، از این اینجا بهش میگن بیده. من اولین باری که بیده رو شنیدم توی تلویزیون FPA کار میکردم، آقای رضا فرنود در این منطقه فیرفکس یک چیزای آورده بود به نام بیده. گفتیم بیده یعنی چی؟ گفت این کلمه فرانسویه و آفتابس حقیقتن، به جای اون کسافتکاری و اینها. حالا یه چند تا عکس هم بهتون نشون میدم، خیلی تمیزه. ماجرا اینه که من کلی خندیدم، گفتم ما که از کتاب فروشی به جایی نرسیدیم و خیلی از دوستانم میگن این تلویزیون مال جمهوری اسلامیه و الا 1,000,000 دلار این استدیوی پشت سر ما رو از کجا آورده سوربیا اینا. خب بذارید هرچی میخوان بگن. و چرا دوباره این اومد؟ بذارید ببینم. آهان، برای که اینجا اشتباه کردم. دوشنبه ها آدم ها یک کمی تنبلن، من اینجا اشتباه کردم. بله، 2 تا عکس رو باید میذاشتم. در هر صورت این بیده ها رو 10 تاش رو این دوست ما برای ما فرستاد تو 2 تا کارتون، خیلی قشنگ جاسازی شده و حتی خود اینم توی کارتون دیگه. و گفتیم که خب حالا از کتاب که خوراک مغزه و فروشش ما به جایی نرسیدیم، ضمن اینکه بازم تشکر میکنم حدود 500-600 دلار ما فقط از کتابا درآوردیم، حالا بماند که چند بار رفتیم پستخونه و اومدیم، ولی خب بد نبود. بیایم از آفتاب فروشی به یه جایی برسیم. این حالا ما به شوخی میگیم آفتابه، ولی من هر جا خونه ایرانی ها میرم ببینم یکی یا آب پاش گذاشته، یکی بطری نوشابه گذاشته اونجا خالی که اگه احتیاج داری آب بکنی توش، به اصطلاح در اصلت. بعد میبینم حالا یک کسی خواسته جدیدتر باشه یه لوله آبی گذاشتن اونجا که براتون ماجراشو میگم. در اصل اگه کسی خواست اینا رو روی amazon.com و اینها من دیدم از 40-50 دلار تا 100 خورده دلار میفروشن، ولی اگه کسی خواست از تلویزیون مردم 100 دلار که ما پول پستش هم بتونیم بدیم. خیلی هم ساده است، همه چی با خودش میاد، شما هم لازم نیست که چی بهش میگیم لوله کش باشید، اینجا میگن پلامر، که بتونید این رو نصب کنید. در هر صورت من یکیشو نصب کردم و دیدم چقدر راحت، تمیز، بهداشتی و واقعا اون مشکلی که خب حالا شما نفر قبلی کی دست زده به ای، بعد دستشو اشتباهی یادش نرفته اینو بگیره و اونو، بعدم هم موقعی که بلند میشن که دیگه آب صابون به این نمیزنن، کثافت و جرم. دوستان وقتی دستشویی میرین، توالت میرین، توالت‌های آمریکایی، اینایی که کتاب روزنامه گذاشتن اونجا اصلا دست نزنید، مخصوصا مجله و روزنامه پر از جرمه به دلیل اینکه
جنسش از کاغذ و مقواست و 100% فایبره. هر چی که سیفون میزنن این جرما توی اون هوا میچرخه همش میره اونجا. بعدم طرف میره میشینه یه داستانی رو شروع میکنه میخواد تمومش کنه، اون زیرم بنده خدا دوچار بواسیر میشه. نصف آمریکایی‌ها بواسیر دارن، دلیلش اینه که میشینن توی چیز. الان که دیگه با تلفن‌هاشون میشینن به هم پیغام میدن، بازی میکنن، گیم میشینن، فیلم نگاه میکنن. در هر صورت تا اونجایی که ما سرمون میشه براتون بگیم. امروز 4 مرداد 1359 است، دوشنبه است، 25 ژوئیه 2016 است و انتخابات آمریکا هی کثافتکاری‌های بیشترشون داره روی آب میاد. دیشب خانم هیلری کلینتون و نخست وزیر یا معاونش رو آقای تیم کین، اتفاقا تیم کین اینجا برای فرمانداریش ما رفتیم ویلیامزبرگ، هم عکس و فیلم و اینها هم گرفتیم. آدم بهتری نسبت به اونها، تا حالا هیچ مسئله ای راجع بهش نبوده که کثافتکاری و سوء استفاده ای نبوده، ولی اینها معمولا ندارن تا موقعی که رو نشه. همچنین که رو شد چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. خب این درباره آفتابه و ویده گفتم بهتون، بعد یه قسمت دیگه عکسش ساعت 3 و اینا بهتون نشون میدم چند تا عکس، و اگر کسی خواست یه دونه از اینا رو که ما میذاریم توی یکی از اون کارتونا روش آدرس شما رو میذاریم براتون پست میکنیم $100. حالا اگه دو تاشو خواستی بهتون میدیم $150، 3 تاشو خواستی بهت میدیم $200، 10 تاشو خلاصه ما داریم، نه یکیش استفاده کردم، 9 تاش اینجا هست. و تشکر میکنم از این دوستمون، ما اگه بتونیم $700-$800 $900 از اینا در بیاریم خب راحت میشیم. یه دوستی که با من مخالفه، ایشون طرفدار پادشاهی است، لطف کرد و $100 فرستاده و نوشته بود که با شرمندگی، منم نوشتم دشمن شما شرمنده باشه، ای کاش تمام مخالفین من مثل شما بودن، ای کاش ما 100 تا انسان شرافتمند مثل شما داشتیم داخل ایرانیا که قبول میکردن آقا این فکر منه، این فکر اینه، نه اون ممکنه اشتباه کنه نه من اشتباه کنم، ممکنه دوتامون داریم به اصطلاح یه هدفی رو دنبال میکنیم، اون از اون راه داره میره من از این راه دارم میرم، هیچ فرقی هم نداره. یک عکسی رو من اون روز نشون دادم در رابطه با دکتر طاهری، و این آقای دکتر طاهری اون بنیاد و جنبش حلقه، کانون حلقه هم چیزی. در صورت یه دوستی داریم خانم عادله رزجو، ایشون نوشتن که آقا دیدی اونای دیگه دروغ گفتن، اون خانم فلانی و پسرش و اون دوست شما و اینا. گفتم که ببینید شما، آها به من گفتن حالا که فهمیدید اونا دروغ گفتن اینو تو تلویزیون بگید. گفتم ببینید من تو این اتاق نشستم، شما برای من می‌نویسی که ایشون زنده است، من برای مردم میگم که ایشون گفته ایشون زنده است. اون دوستمون میگه نه آقا کشتنش، من میگم آقا کشتنش ایشون گفته، آقای هادی زمانیان گفت. ببینید دوستان لطف کنید برنامه ها رو نگاه کنید، این آقای شبستری تا حالا چندین بار راجع به تفاوت واقعیت و حقیقت صحبت کرده، مثال هم زده خیلی قشنگ و میگه که واقعیت اینه که یه تصادفی اتفاق میفته سر یه چهارراهی، بعد حقیقت از طرف این راننده اینه که میگه من تو سبز آمدم، حقیقت از طرف اون راننده اونه که میگه من توی سبز آمدم. برای اینکه همه حقیقت میگن و من و شما نمیدونیم واقعیت چیه، این همه دادگاه، دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه عالی، نمیدونم سوپریم کورت درست شده. بعد خانم عادله گرامی، وظیفه من نیست که بیام اینجا بگم آقای طاهری تو زندان اعدام شد، اصلا من ایشون رو نمیشناسم، من از طریق همون دوستمون، از طریق همون خانمی که شما میگی شیاد کلا برداره، از طریق پسر همون خانم با آقای طاهری آشنا شده. بعد شما آمدید گفتید اینا کلاشن، اینا دروغ میگن، شما بیا تو تلویزیون بگو، شما بیا بشین بگو به این دلیل، به این دلیل این کلاش، ولی من نمیتونم بگم خانم عادله گفت این کلاش، بعد اون بیاد بگه خانم، بگید خانم عادله کلاش. باور کنید من روزی 10 تا 20 تا ایمیل مختلف دارم از این نوع خواسته ها که آقا اگه امکان داره برنامه هاتون اینجوری انجام بدید،
اگه امکان داره اونجوری انجام بدین. میگم عزیز من، من برنامه‌ام اینجوریه، به نظر خودم هم دارم بهترین کار رو انجام میدم. بارها گفتم حالا ما به دیگران نق میزنیم، قرولون میکنیم، ولی اون بیچاره هم فکر میکنن بهترین کار رو دارن انجام میدن. یعنی هر کسی کاری رو که بابا اونی هم که آدم میکشه اون لحظه فکر میکنه این بهترین کاریه که میتونه برای دنیا و خودش و آخرتش انجام بده. حالا چی میگن، چه مزراتی به دنیا میزنه، چه ضرری به خودش میزنه، چه جرائمی بعدن دنبالش میاد و اینا رو بماند، ولی همه اون لحظه فکر میکنن اونها درست میگن. شما کاری به اون نداشته باش، بذارید اون تبلیغ کنه، بذارید اون کتابش بفروشه، شما بیا حرف خودت رو بزن، شما طرفدارای خودت رو پیدا کن. در صورت ممنونم، اینم از این. و اما هفته گذشته روز جمعه من توی برنامه راجع به آقای رضا شاهینی که اسمش رو اینجا عوض کرده و گذاشته رابین صحبت کردم و گفتم که من نمیدونم این آقا که از سال 2000 تا حالا اینجا بوده چجوری من ازش بیخبرم. این دوست ما آقای فضائل عزیزان گفت آقا سوربی جان، این به من میگه عمو سوربی، گفت عمو سوربی واقعا فهمیدم پیر شدی، یا شما با این شخص به خاطر من دعوا کردی. گفتم من دعوا نمیکنم، معمولا اونا زنگ میزنن. حالا که ایشون گفت یادم اومد، اوائلی که آقای فضائل عزیزان از ترکیه و از ایران رفته بود ترکیه و از ترکیه رفته بود هر جا، بعد اومده بود اینجا، تنها جایی که پیدا کرده بود که بهش میکروفون میدن تلویزیون مردم بود. وقتی آمد اینجا صحبت کرد از وایس آف امریکا، بچه های وایس آف امریکا، از دوستانمون، حالا دیگه خودشون میدونن، از آقای رنجبر گرفته، از یه آقای رضا، الان یادم رفته بچه یاسوج و اینها باد باشه، گرفته تا همین آقای رضا شاهینی. بذارید من عکس آقای رضا شاهینی رو بهتون نشون بدم، اون روزم بهتون نشون دادم. و این آقای فضائل عزیزان ببینیم اینجا، بله، یک شهروند ایرانی آمریکایی در گرگان بازداشت شده است. این عکس آقای رضا شاهینی است که من با تماسی که به این دو سه تا دوستی که قبلا باهاش هم اتاق بودن و باهاش به اصطلاح رفت و آمد داشتن صحبت کردم. اولا هیچ کدومشون چیز خوبی از ایشون نگفتن. بعد اون روز توی برنامه من گفتم که این آقا با ویزای ازدواج آمده. آقای عزیزان امروز در پیامی که لطف کرد و گذاشت گفت که نه اشتباه کرده، ایشون اینو نوشته، این آقا وقتی آمده اینجا گفته من چون همجنسگرا هستم و در ایران جانم در خطره پناهندگی گرفته. حالا چجوری امروز دوست دخترش تماس میگیره با رادیو تلویزیون ها؟ اون من برای دوست دختر ایشون رو نوشتم اگه مایل هستید بیان صحبت کنید. بعد فکر میکنم این آقا یا 36 سالشه یا 46 سال، ماشاءالله همه موها رو رنگ میکنن، بالاخره صورت رو این ورانور میکشن، جراحی های کالیفرنیا گویا ارزون، $10 $20 $30. این آقای مزاری میگم من صبح که میخوام بیام استدیو به جای اینکه ریش بزنم صورت خودم رو با چاقو پاره میکنم، این لپم رو میکشم وصل میکنم پشت گوشم و میام و اینا، که گفتم والا من یه دفعه ماسک زدم رو صورتم نزدیک بود خفه بشم. این آقا چجوری صورت خودش رو میکشه؟ این دکتر مزاری هم شهری ماست. در صورت این شهروند ایرانی، این شهروند آمریکایی الان که ایرانی تبار هست یا شهروند دو پاسپورتی، بلند شده چندین بار تا حالا دوستان رفته ایران. اولا اگه اون ماجرا حقیقت داشته باشه که ایشون همجنسگرا بوده آمده اینجا، اون وقت پس این اینایی که میگن آقا همجنسگرا یه چیز بیخودیه و میشه معالجه بشه، به نظر میرسه ایشون پاش رسیده آمریکا معالجه شده، چندین دوست دختر داشته، دوست دختر آخریش هم الان تماس میگیره با وزارت امور خارجه و رادیو تلویزیون ها که دوست پسر من رفته ایران مادرش رو که مریض بوده ببینه، بعدن یه مدت هم اونجا بوده هیچ کاری هم باهاش نداشتن. اتفاقا من صدای این خانم رو دارم، بذارید ببینم اگه اینجا باشه براتون پخش کنم. بعد این خانم هم خیلی جالبه، از اون ور میخواد
مخفی باشه، از اون ور عکسش هست، وبسایتش هست، نوشته هاش هست. خود همین آقای رضا شاهینی گویا همچین فعال سیاسی هم نبوده، آمده اینجا و اون سال 88 که یک کمی ماجرای انتخابات و اینها همه یه دفعه فکر کردن که این آخوندا فردا از بین میرن، گفتن خب ما هم دستی بر آتش بگیریم و از این گرما گرم بشیم، ولی به نظر میرسه که ایشون لباسش پلاستیک بوده و سوخت، آتش گرفت از این. حالا خدا کنه، اتفاقا آقای عزیزان خیلی قشنگ میگه امیدوارم که ایشون آزاد بشه و برگرده به آمریکا و نمیدونم حالا یا مادرش بیاره یا دیگه از این هوسان نکنه که بره ایران. بذارید من عکس ایشون رو هم براتون نشون بدم. اون روزم عکسش رو نشون دادم که رفته بود با چندین بشکه آبجو، بشکه که میگن این بشکه‌های کوچولو رو هم میگن بشکه، آبجو و ویسکی و ودکا و اینها عکس گرفته بود. ایران دستگیری یک شهروند ایران آمریکایی را تایید کرد. 24 ژوئیه یعنی دیروز، 3 مرداد 1395، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران دستگیری یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان را تایید کرده است. گفته من چیزی نمیدونم، باز از بازداشت اینا بعدن میگم. ببینید اینا چقدر زبلن. در صورتی که کارگردان باسواد ما آقای داردیوش مرجویی، یک کارگردانی مرده، مریض بوده، جراحیش کردن، بعد رفته فرانسه، در فرانسه مرده، میکروفون رو برمیداره میزنه به صحرای کربلا و میگه آ این دکترا رو بگیرید و آویزون کنید بکشید نمیدونم فلان کنید. حالا دکترا تو ایران، این هنرمندا وقتی میرن بیمارستان هیچ دکتری نمیره، میگن آقا ما نمیتونیم. آقا ما قسم خوردیم که مریض رو شفا بدیم، ولی بعضی وقتا مریض میمیره. اینجا ببینید روزانه چند تا اشتباه میشه توی این بیمارستان ها. اسپانج، این ابری هستی که یه اسپانج که میگیم چی میشه میگیم، ابری که مثلا خون و اینا که هست جمع میکنن، توی مغز طرف جا گذاشته بودن. روزانه ببینید چقدر از این قاشق چنگال و کارد و قیچی توی بدن مردم جا میذاره. میگم خود من همین بیمارستان رستون، یه آقای دکتر هندی قرار شد پای من رو جراحی کنه، شانس آوردن. خانم پرستاره که داشت خط میکشید دیدم داره رو پای من، رو پای راستم خط میکشه. گفتم برای چی روی این پای خط میکشی؟ گفت میخوان رگ و در بیان. گفتم نه آقا خانم، این بره برید ببینید چند بار اشتباهی طرف پاش مثلا نقرس داشته، پای اینوری رو قطع کردن، پاش دیابتیک بوده، پای اونوری رو قطع کردن. نمیخوایم بگیم بابا حالا چون آمریکا اینجوری اونجام اینجوری باشه، ولی آقای مختار یه چیزی نوشته که جالبه. بعد آقای مختار خودش نوشته، نمیدونم چرا اینو زود برداشتن، ولی من anyway مینویسم و خیلی قشنگتر زیرش نوشته، حالا کسی هم میخواد به اصطلاح بعدی بگه و اینها بیاد، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم نوشته آقای تقی مختار. تقی مختار هم میدونید که 20 سال هست که چیز رو داره به اصطلاح نشریه ایرانیان، هفته نامه، این نشریه با واقعا همت خودش و همسرش خانم شوره عاصمی و دوستان دیگه پخش میشه و اینها و سالهای سال هست. ببینید آقای تقی مختار اون موقع که من این عکس رو گرفتم 18 ساعت قبل از این عکس نوشته بودن که آقای میرولی مدنی حدود 5-6 دقیقه پیش این پست را اینجا گذاشت، ولی همین الان دیدم که حذف شده است. کامنتی نوشتم و وقتی خواستم پستش کنم ادمین فیسبوک پیام داد که این پست حذف شد. اگر این خبر صحت داشته باشد واقعا فاجعه است. لطفاً با دیگران هم در میان بگذارید تا پشت قضیه گرفته شود. بازی جدید پزشکان، نیما طباطبایی کارگردان جوان سینما که فیلم من ناصر حجازی هستم وی همکنون بر پرده سینماست، دچار عارضه مغزی شده و در بیمارستان بهمن بستری است. از ساعت 2 بعد از ظهر تا این ساعت 12:30 شب پزشکان از عمل استنکاف می کنند. نهایتاً یک دستیار قرار بوده وی را عمل کند که خانواده مانع می شوند
چند تن از بازیگران معروف سینما نیز حضور دارند. ظاهراً پزشکان تصمیم به قلع و قمع گرفتند. این کارگردان فقط 37 سال سن دارد. همین دوستانی که قرار است به ما توهین کنند و از پزشکان دفاع کنند می توانند همینجا این کار را انجام دهند. خب آقای تقی مختار عزیز، یعنی دفاع از هر پزشکی میشه توهین به شما؟ آقا اینم مثل پلیسای آمریکا که پلیس بد داریم، سیاه‌پوست بدم داریم، سفیدپوست بدم داریم، خارجی بدم داریم، ولی پلیس خوب داریم، سیاه‌پوست خوبم داریم. شما خودت رو بذار جای پدر یکی از این دکترا، آرش عزیزت به جایی که اینجا در کار فیلم باشه دکتره، توی ایران با اون مشکلاتی که هست زندگی میکنه دکتره، بعد یه همچین ماجرای پیش میاد، معروفترین کارگردان سینما میاد اونجا. اولا من نمیدونم آقای مختار، شما امشب اتفاقا در کانون برنامه دارید که چی مهم بودن کیارستمی، که خود اون تیترم برای من اهمیت کیارستمی بودن، خود این تیتر شما خیلی مقاله قشنگی مینویسید، ولی فکر کنم اینو نوشتید که مردم جذب بشه. چه اهمیتی داره؟ شما کارگردان بودید، فیلمساز بودید، هنرپیشه بودید، الان نویسنده هستید، زندگیتون اینه. مثل که من فردا خدای نکرده اتفاق برای شما بنویسم، من بنویسم اهمیت مختار بودن. نمیدونم، من نمیفهمم. من گفتم بارها و همیشه هم گفتم یکی از دوستانی که به من کمک کردن تا بتونم برنامه گذار بهتری باشم همین آقای تقی مختار بودن و خانمشون شوره عاصمی، و همیشه هم ازشون ممنونم. ولی آخه دوستان بنشینید انصاف داشته باشید. خود شما، پسر شما اگر تو اون بیمارستان باشه، یه همچین وضعیتی بیاد، یه کارگردانی بدون تحقیق، بدون شکایت رسمی، بدون مراحل قانونی، یه دفعه توی مجلسی ناراحت بشه، میکروفون برداره، به همه پزشکا توهین کنه، آیا پسر شما، پسر من دیگه حاضر میشه بره تو اتاق عمل؟ میگه آقا نمیخوام، میرم رانندگی آژانس میکنم، میرم رانندگی اوبر میکنم. آخه این چه شغلیه که من که میرم اونجا، اولا وقتی یکی بیماره میره اونجا، چرا همه میرن تو بیمارستان؟ ببخشیدا بیمارستان طویل است چیه؟ شما اینجا وقتی میری بیمارستان، اولا من تو آمریکا هم تعجب میکنم، تو آمریکا وقتی میری بیمارستان همینجوری ساعت 7 میان، ساعت 10 میان، ساعت چی میان. من باور کنید دوستان وقتی میرن بیمارستان، به خانمشون، به برادرشون میگم که من، ایشون رفته بیمارستان، ما هر چی بریم اونجا این پزشک و پرستارینا از اتاق میرن بیرون، ما کمتر به اونا وقت میدیم که به این برسن. آقا خانم ول کنید بذارید اینا به این برسن، بعدم اگر یک اشتباهی شده، یک کسی چیز شده، قانونا رسیدگی کنید، و الا این چی میشه؟ این چی میگم، حکومتای به اصطلاح مثل شورش و اینها، یک کلمه خوبی داره، آنارشیست میگم فکر کنم، در هر صورت من نمیدونم، امیدوارم که اوه به به یه وکیل خوبی داریم ما، یه روز این وکیل اگه بتونیم یه تله بذاریم، یه تله باید بسازم برای وکیلا، این وکیلو گیر بندازم بهش میگم آقا قانون چی میگه؟ من اگر رفتم بیمارستان مریض بودم، امضا دادم که دکتر حق داره منو معالجه کنه، اگه مردم همون روز زنم میتونه وایس فوش بده و همه، پسرم میتونه همه رو متهم کنه. کامران عزیز با تو هستم، جامعه ما احتیاج داره به شماها که بیان این پرونده هایی که میرید میبینید بدون گفتن اسمشون مثال بزنید، به مردم بگید، راهنمایی کنید. خب بریم سراغ پیامی که آقای عزیزان گذاشته در رابطه با رضا شاهینی، و من صحبت جمعه رو درست میکنم، به این وسیله تصحیح میکنم که من اگر گفتم چجوری این آقای رضا شاهینی رو نمیشناسم، من اشتباه کردم. آقای رضا شاهینی رو من میشناسم، باهاش هم مصاحبه کردم. حالا بذارید حقیقت رو بیشتر بگم. وقتی که ما با آقای عزیزان برنامه دادیم، آقای عزیزان اومد صحبت کرد و گفت آقا اینا همشون مثل گنگ عمل میکنن، خیلی هاشون دروغ میگن وقتی میان اینجا، من بیچاره‌ای که توی ترکیه بودم اینجوری اونجوری اینجوری، وقتی میام میبینم این آقای نمیدونم منوچهر محمدی اونجوری، اون یکی باطبی اینجوری فلان، اینا
اونها که زنگ زدن، خب هر کدومشون، مثلا اون آقای آرش صحتیه که اینا خیلی قشنگ گفتن، آقای سربی، آقای عزیزان خیلی تون میگه، آقای باطبی از همه اینا سیاست مدارانه تر چیز کرد، که یک دکتری هم گفتم آمد به دروغ به آقای عزیزان گفت من وکیل اونم، که منم پدرش در آوردم، آقای دکتر نمیدونم چی یادم رفته، خلاص. ولی این آقای شاهینی زنگ زد به من و با من صحبت کردیم، من از صحبتاش بوی تهدید بهش گفتم ببین من بچه شیرازم، توی شیراز میگن اینجا مثلا فلکه خاتون و شیشگری و دروازه قصابخونه نیست که شما اینجوری حرف بزنید، توی تهران شنیدم میگم اینجا چاله میدون، مثلا الان توی آمریکا میگن اینجا چاله میدون تهران نیست، گفتم شما چی هستی چی هستی؟ بعد بهش گفتم ببین برو با آقای درویش رنجبر صحبت کن، درویش رنجبر هم آدم با سوادیه، هم آدم با شعوریه، هم اون منو بهتر میشناسه، بعد اگه اون بهت گفت که تو هم وزن سربی هستی بیا با من صحبت کن، رفت دیگه، هم نمیخوام بگم گورشو گم کرد، حالا گرفتاره بیچاره، ما نباید آدمی رو که گرفتاره ما هم بزنیمش، ولی این نشون میداد که این آدم دروغگوییه، آدمی که میاد اینجا میگه من هم جنس گرا هستم، و آقا بنده هم اومدم اینجا به عنوان پناهنده، بعد آقای رفسنجانی اومد گفت ما اشتباه کردیم، اینا رفتن فلان، هر کسی آدم نکشته اینها بیاد برگرده، ما بلند شدیم 3 هفته رفتیم تهران، شیراز، ایران، وقتی برگشتم گفتم دیگه توبه، دیگه توبه، تا این آخوندا هستن ایران که نمیرم هیچی، آخوندای بعدی و سرهنگ بعدی و شاه بعدی هم که بیاد من دیگه ایران برو نیستم. خب آخه مرد حسابی، آقای رابین هود، شما اولا چه درآمدی داری تو آمریکا که چپ و راست بلند میشی میری ایران؟ کسی که داشته درس میخونده تازه درسش تموم شده، شما میدونید اینجا درستون که تموم میشه تازه اول بدهکاریتونه، 200,000 دلار، 100,000 دلار، 70,000 دلار، یا بدهکار میشی یا تعهد داری بری 5 سال 10 سال یه جا کار کنی. خب ببینم آقای عزیزان چی گفته. ماجیک جک فکر کنم این باشه، نمیدونم، بذار ببینم خودشه. درود بر شما جناب آقای سربی گرامی، ازم به حضور آخرین به روز رسانی که در مورد خبر دستگیری آقای رابین شاهینی منتشر شده، اینه که قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه تایید کرده دستگیری آقای رابین شاهینی و در گرگان بدون ذکر نامش، اما اطلاعاتی هم که به بنده رسیده و از قبلم داشتم اینه که آقای رضا شاهینی یک مدت هم‌اتاق افرادی مثل درویش رنجبر و امین موحدی و یه تعداد دیگه بود که آیا نیستن اسمشون رو بگم، اینه که آقای شاهینی با کیس همجنس‌گرایی وارد آمریکا شده بود، این یک. دوم این که این خانمی که ادعا میکنه دوست دختر آقای رضا شاهینیه و اولین کسی هم بود که با شبکه‌های آمریکایی چون ABC نیوز مصاحبه کرد و در رادیو فردا و جاهای دیگه هم گفتگو کرد و اصرار داشت هویتش فاش نشه، اسم این خانم فویل سلیمانی، از گوگل هم کنید اسم خانم فویل سلیمانی و خواهید دید که ایشون مقالات زیادی داره، مخصوصا در مورد آذربایجان مقالات انتقادی هم علیه رژیم زیاد داره، با اسم و رسم خودش و از خودش این مقالات رو منتشر کرده، ولی وقتی که میاد به مسئله رضا شاهینی اصرار داره که هویتش مشخص نشه، این به خاطر اینه که اطلاع دقیق دارم که خانم سویل سلیمانی از 4 ماه پیش جدا شده از آقای رضا شاهینی و الان هم این تلاش هایی هم که میکنه، گویا یکی از دوستان به من گفت که
فکر میکنه که اگه آقای رضا شاهینی آزاد بشه دوباره برگرده و با خانم سهیل سلیمانی زندگی کنه. و آخرین مطلبی هم که به طور خلاصه باید بگم اینه که آقای رضا شاهینی اصلا این کاره نبود. یه مدت در مورد مسائل جنبش سبز و اینا خرداد 88 یه خورده هوایی شد و فکر کرد که اپوزیسیون بودن هم تفننیه، اومد یه سری مسائلی رو صحبت کرد و یه سری نوشته‌هایی هم منتشر کرد به نام خودش که باز این خانم سهیل سلیمانی اینا رو براش می نوشت و بعدم که بعد افول جنبش سبز بعد پشیمون شد و نمیدونم وبلاگش و اینا رو حذف کرد و فکر که رژیم اینا رو تو آرشیوش نداره. هر سال قبل از رفتن به ایران هم به حافظ منافع جمهوری اسلامی دفترش در آمریکا رفته بود، ولی حالا گرفتار شده، امیدوارم به زودی آزاد بشه و برگرده. ولی با این اوضاع احوالی که هست، مخصوصا این که تابعیت دوگانه داره، یه خورده حداقل فکر کنم که 4 سال اگه شانس بیاره طول میکشه تا ایشون دوباره آزاد بشه و بتونه برگرده به ایالات متحده آمریکا. خیلی ممنون آقای سعودی، تشکر میکنم. با صحبت بعدی خدا نگهدار. من هم ممنونم از آقای فضائل عزیزان. دوستان، آقای فضائل عزیزان فیسبوکش رو نشون دادم، میتونید ویدیوهاش و برنامه‌هاش رو روی یوتیوب ببینید. مدت‌ها در تلویزیون مردم برنامه داشتن و خیلی جالب گفت خب اینم فکر کرد حالا فعال سیاسی هم شدن همینجوری مثلا سرگرمیه. به نظر شما آقای رضا شاهینی فعال سیاسی رابین هود شده برای ما، یا اینکه ایشون شور حسینی ورش داشته و حالا خودشو انداخته تو دست آخوندا، خانواده بیچارش هم نگران و این روزا مادرت مریضم که باشه با اسکایپ میتونن ببرن تو بیمارستان، این بهتر از این بود که حالا تو رفتی ایران مادرت رو دیدی بعد حالا افتادی زندان؟ آخه این بود؟ این فعالای سیاسی ما این عقلشون؟ اون آقای کوروش زعیم، من اون روز نوشتم آقای کوروش زعیم، آقای امیر انتظام، زندانی شدن شما چه سودی برای من و دیگران داره؟ چه ضرری به آخوندا زدید تا حالا؟ تازه بعدم که میرن زندان اونجا اعتصاب قضا میکنن، طرف خودشون باید قوی کنه که مبارزه کنه، اینا میرن خودشون به دست خودشون رو ضعیف میکنن. خب این بی خود نیست که شاه به این روشن فکرا میگفت منور الانوار یا منور المغز یا هم چیزی. دوستمون خانم نیه اون روز نوشته بود آقای سوربی شما برنامه تو شروع کردی با گفت بدگویی از شاه یا درباره شاه صحبت کردن، بعدم آخرش هم باز درباره شاه. من نوشتم که خب ببینید شما به من نگفتید که آیا این چیزی که گفتم درست بوده درباره شاه یا غلط بوده. شاهی که میاد میگنیسه فرزند کمتر آسایش بیشتر، اون وقت خودش 5 تا بچه داره که ما میشناسیم که شناسنامه و پاسپورت به نام خودش گرفته، خدا میدونه چند تا بچه داره که پول دادن، این رسم بوده اون وقتا تو ایران، همین تو آمریکا هم همین کارا که صافت بازیار میکنن، پول میدن طرف میره ساکت میشه بزرگ میکنه بچه، میگه آقا این بگیر برو بزرگش کن، ولی اگه با من در بیفتی معلوم نیست که هم بچت زنده میمونه هم فلان. اینا نمیخوام بگیم شاه آدم کش بود. ضمناً شاه بعد از انقلاب از دولت انگلستان، خانم مارگارت تاچر اون موقع بود اگه اشتباه نکنم، تقاضای پناهندگی میکنه. یعنی دوستان خود شاه اصلا به فکر برگشتن به ایران نبوده، خودش میدونسته شاه فاتحش خونده شده، در صورت منتظر هستم هر کدوم از شما طرفداران پادشاهی، از اونایی که با من دوستید، از اونایی که با من مخالفید، از اونایی که اشتباهاً با من دشمنی، تشریف بیارید اینجا صحبت کنید، بگید آقا این چیزی که شما گفتید دروغ گفتید. اتفاقاً یه نوشته بهتون نشون میدم، ببینید خانم نیر عزیز، یه مشکل دیگه ما اینه که عذر میخوام این حرفو میزنم، طرفداران پادشاهی یه سریشون نادان هستن و اینایی که نادان هستن میان یه چیزایی رو مینویسن میذارن، بعد آدم رو مجبور میکنن که آدم ریاکشن نشون بده. ریاکشن یعنی عکس العمل. ببینید مثلا این آقا همم ادای فیلسوفانه و
اداهای باسوادها و اینا رو در میارن. ببینید یه آقایی به نام حمید سلیمانی نوشته دین من انسانیت. خیلی قشنگ. محمد رضا در 7 سالگی به سوئیس رفت. فکر کنم شما اشتباه میکنی، اگه من درست یادم بیاد فکر کنم یا 11 یا 12 بوده. وقتی که در 20 سالگی به ایران بازگشت، یک ایرانی بود اما با فرهنگ بیگانه از مردم ایران. شاه یک سوئیسی شده بود. راه رفتنش، نگاه کردنش، دست دادنش، کمی صدای بلند، یعنی سوئیسیا با صدای بلند صحبت میکنن. شاه را هرگز نشنید او آرام حرف میزد. کسی صدای بلندش آه ببخشید من اشتباه خوندم بفبخشید کسی صدای بلند شاه را هرگز نشنید او آرام حرف میزد. او سواد داشت. آقا این مزخرفات چیه؟ یه نامه یه جایی خوندم، گفت طرف آمده بوده گفته که هویدا شکایت کرده، گفته فلانی مثلا به من نوشته این فلانی دعیوسه، گفته که شاه بهش گفته برو بهش بگو دعیوس رو مثلا با 3 سه نقطه می‌نویسن. بعد از لحاظ داد زدن و شلوغ کردن و اینها چیزای علم رو بخونید شما. آقای حمید سلیمانی گفتم آقا شاه دیپلم هم نگرفت، همین خانم نیر قرار شد توی آلمان توی سوئیس تحقیق کنن. میدونی که اینا تا 200 سال پیش بهت میگه توی این دانشگاه توی این مدرسه کی درس خونده، این کتابشه، کتاب آخر سالشه، این عکسشه، بچه های دیگه هم راجبش اینو نوشتن. معروفه، میگن شاه خانوادهش یا خانم فرح پهلوی پول دادن اصلا این مدارک رو مهرموم کردن، یعنی تو سوئیس هم اینا خفقان ایجاد کردن. اون وقت شما نشستی میگی شاه سواد داشت، شاه آرام صحبت میکرد، شاه سوئیسی شده بود، هر کی رفت سوئیس و برگشت سوئیسی شده. برو فیلم باربارا والتر نگاه کن، ببین همین فرح خانمو چجوری گریه میندازه. فرح برای که اشکش از چشش نیاد، چون آدم دروغگوی متقلب سیدی هست، سرش میکنه بالا تو سقف و نگاه میکنه که اشکش اینجا جمع بشه. راجع به اشک خانم هم که میدونید، میگن اشک خانم ها گرونترین اشکه. اینو صبح برای من یه نفر فرستاده بود، گفتم واقعا درست میگه. همچین که خوندم دیدم به به چه چیزای قشنگی نوشته. بذارید ببینم پیداش میکنم براتون بخونمش که به عنوان یک مزاحی باشه. بله، هیچ چیز گرانتر از اشک یک زن نیست. اینم من براتون نشون بدم. یکی به من میگه سوربی تو چجوری میتونی این چیزها رو به هم ربطش بدی؟ ببینیم تجربه است دیگه. وقتی شما یک کاری رو انجام بدی یاد میگیری تو مغزت که الان که این اومد خب به اون موضوع صبح میخوره. هیچ چیز گرانتر از وقت و ربطش میدی. هیچ چیز گرانتر از اشک یک زن نیست. یک قطرش که بریزه اول خط چش اوریل، بعد ریمل دیور، بعد که میاد پایین با رژ گونه دی ان جی مخلوط میشه، بعد رژ لب مکس فاکتور رو خراب میکنه، یعنی حداقل 170 هزار تومان براش تموم میشه. نکن برادر من، اشک زن رو در نیار. اینم این اشک زن رو در نیار. ممنونم از دوستی که اینو فرستاد تا ما یک تنفسی هم توی برنامه ها یا به قول آقای مینویی زنگ تفریح هم داشته باشیم. برنی سندرز همه الان که من با شما دارم برنامه رو اجرا میکنم داشت صحبت میکرد و مردم مخصوصا جوونا هنوز میگن آقای برنی سندرز دنبال هلری نرو، ما شما رو میخوام. ولی برنی سندرز حرفی قشنگی زد، گفت ما باید قانون اساسی رو اجرا کنیم و قانون اساسی آمریکا اشکالاتی داره، یکی از اشکالاتش اینه که شما منو میخوای ولی امروز مجبوریم بریم به هلری کلینتون رأی بدیم که ترامپ نره اونجا. هلری کلینتون همین از جمعه تالا ماجرای یه ایمیلای جدیدی آمده بین اون رئیس دی ان سی و اینا، اون زنه عجب احمقای هستن. من نمیدونم واقعا، مثل این پلیسا هست که این همه کشت و کشتار، این همه دعوا، طرف رو زمین خوابیده، دستش هم آورده بالا رفته زده تو پاش، بعد میگن چرا شوتش کردی؟ میگه نمیدونم. اون طرف کی بوده؟ کسی که داشته به یک شخصی، اینا که فکر کنم آتیزم میگن، اینایی که یک کمی از لحاظ بچه های حسن کوچولو این مشکل رو دارن،
بعد بزرگم که میشن همینجوری هستن، یه کمی حواس پرتی دارن، نمیدونم به فارسی به آتیزم چی میگن. در اصل این بنده خدا داشته کمک میکرده به اون آتیزمه که اون که نشسته چیز نیاد، پلیس که میاد این میخوابه رو زمین، دستاش هم میکنه بالا، هی هم صدا میزنه دونت شوت، یعنی شلیک نکن. با همه اینا پلیس احمق میاد بالا، تق میزنه تو پاش، سه تا میزنه، یکیش خورده تو پاش، دو تاش انقدر تیراندازای بدیان. بعد چیکار کردن؟ آقا پلیس رو با مرخصی فعلا فرستادن مرخصی با حقوق. اینم آمریکا. چیکار کنیم؟ ما از ایران در رفتیم آمدیم آمریکا، آمریکا هم اینجوریه. بگیم به این دوستمون، دوستان دیگه‌ای که بلدن کشور بهتری اگه هست بلندشیم بریم. اگه اشتباه نکنم سوئد به عنوان بهترین کشور دنیا برای زندگی تازگی به اصطلاح چیز شده. خب این از این ماجرا، و امروز من مهمانی ندارم، به همین خاطر سعی میکنم که این برنامه ها رو به اصطلاح چیزایی که باقی مونده براتون جمع کنم بگم. و اینها درباره آقای رضا شاهینی براتون گفتم، یه جایی یک مصاحبه کوتاهی هست، اگه اونو پیدا کنم براتون پخش میکنم، که اونم همون یه رادیویی دقیقا همین چیزایی که آقای عزیزان گفت. و باز عزیزان یه نکته‌ای رو قشنگ گفت، گو اینا نمیفهمن تو یه چیزی رو که ورمیداری از روی اینترنت، اولا معنیش این نیست که از بین رفته. این دوستمون آقای پتیک نوشته بود این فلان فلان شده، ترامپ عکسای لختی زنش رو از روی چیز برداشته از روی اینترنت. گفتم آقا نمیتونه، یه بار که بیاد روی اینترنت اونم اگه برداره 1,000,000 اینور اونور گذاشتن و میمونه. اصلا این دیگه مثل همین که میگن فضای مجازی، مثل این که توی فضا میچرخه دیگه، توی فضای به این بزرگی شما ممکنه نتونی پیداش کنی، ولی هستش. دارن دنبال صدای داوود میگردن. به یکی از دوستان اتفاقا گفته بود صدای داوودی شما، گفتم مگه شما صدای داوود رو شنیدید؟ خب دوستانی که روی فیسبوک هستید لطف کنید، فکر کنم روی ویدیو که دارید تماشا میکنید میتونید رایت کلیک کنید، بعد اونو شیر کنید با دوستانتون، یا حتی زیر خودمون اون کلمه شیر رو بزنید. شعر و شاعری نه، من با شعر و شاعری خیلی مخالفم. ای کاش یه 6 ماهی به اینها مرخصی میدادن، بلکه ملت ما به خودش بیاد تا یه کاری انجام بده. خب ببینید الان ویدیوی ما روی فیسبوک هست، فیسبوک مردم تیوی. ببینید من اینا بهتون نشون میدم دوستان، اینجا کامرای دو، ببینید اینجا نوشته مردم تیوی، اینجا وقتی میاین روی این پلی کلیک میکنید شروع میشه. این زیرش هم یه جایی نوشته شیر، حالا اگر بتونم پیداش کنم، بله آها اینجا نوشته شیر، شیر میکنید. و مثلا همین امروز که اینجا نشون میده 9 نفر اینجا هستن، ولی اینجا نشون میده 251 نفر آمدن دیدن. لابد تا دیدن سوربیه گفتن بابا این حرف درست میزنه، بذار ما بریم دنبال کسایی که قربون صدقه شاه میرن و هی میگن جاوید شاه، شاهی که 36 سال مرده، اینا هنوز نشستن میگن جاوید شاه. ببینید 251 نفر اومدن اینجا، شما میتونی بزنی شیر کنی با دوستانتون، با دیگران، با هر کی اینجوری. بله حالا ما نمیزنیم که خراب نشه، در اصل این کمک رو شما اگه انجام بدید ممنونم. یه دوستی به نام محسن برای من یه نوشته ای رو فرستاد، من رو خیلی خوشحال کرد. نوشت که آقای سوربی از طریق تلویزیون شما من دایی خودم رو که سالها ندیده بودم و ازش بیخبر بودم پیدا کردم. خب من اینجا بیش از 13,000 نفر روی فیسبوک هم این برای چک میکنم، اون برمی نیستم مسیج رو اون برمی گردم میبینم اسکایپ اومده اونو میرم اون میرم. ما گفتیم چی بنویسیم برای این دوستمون، فکر کردیم که میگن یک عکس گویاتر از 1,000 کلمه است. یه عکس قشنگی رو کشیدیم که یه روباهی داره میرقصه و اینها، این چیزا مال فیسبوکه، برای این دوستمون فرستادیم. دوستمون گفت ای آقا اگه اینو نفرستاده بودی که سنگین تر بودی. من گفتم بابا ما عجب ملت پرتوقعی هستیم. خب آقا تو دایی تو پیدا کردی، آمدی 10 دلار بفرستی برای تلویزیون، آمدی به دایی تماس بگیری بگی این تلویزیون رو من چجوری میتونم حمایت کنم، فقط آمدی خودتو یک کوله بار انتظارات توقع. البته حالا ایشون بعد گفت من معذرت میخوام، بعدم گفت که
اگر به اصطلاح کمکی از من برمیاد، بله کمک محسن جان همین، شما این ویدیوی امروز رو با دوستانت شیر کن، ویدیوی من رو ببر بذار رو همون به اصطلاح فیسبوک دایید، برای دوستان دیگه بفرست، بعدم خودت بیا برای من نشون بده آیا شما تمام چیزای رو فیسبوک رو جواب میدید. گفتم گفتم و میگم و بازم دوستان بهتون نشون میدم، بیا نگاه کنید. نمیدونم شما مثل این اعداد و ارقام رو نمیبینید، از اونجا یه چیزیاشو میبینید یه چیزایشو نمیبینید، ولی ببینید بابا این کار میخواد، این زحمت میخواد، این وقت میخواد. حالا درسته این دوست ما کامران عزیز میگه که سوربی نمیدونم های تک، والا من هر چی میخونم هر چی یاد میگیرم میبینم کمتر میفهمم. ببینید دوستان اینجا نوشته very responsive، یعنی این سوربی، این تلویزیون مردم خیلی جوابگو، خیلی به اصطلاح براش مهم نوشته های شما، 100% ریسپانسیو، هیچ چیزی رو بی محل و کم محل نمی کنه. 8637 محسن جان اینجاست، بیش از 5000 تا روی فیسبوک شخصی خودم هست. خب هر کدومشون بیان بگن داییمو پیدا کردم، بعد من اگه براش عکس بفرستم بعد بگه آقا اگه ننوشته بودی سنگین تر بودی، البته منم میدونم اینا جوونن و من یاد گرفتم جوونای ایرانی مثل این که خیلی ها میگن بی تربیتن، من میگم نه اینا پرخاشگرن، عصبانی هستن و منم اگه عصبانی باشم که نمیشه، که ما باید اونا رو کام داون کنیم، باید کول آف، چی میگن خون سرد باشید، آرامش داشته باشید. براش نوشتم دوست عزیز سنگین بودن این روزا خوب نیست، همه فکری هستن که وزنشون کم میکنه. بعدم شما انتظار داشتی من چه کار کنم، برم از لرستان یه ساز دهل بیارم؟ حالا که شما داییتو پیدا کردی 7 شبانه روز تو تلویزیون مردم ساز دهل بزنم؟ شما میدونی این تلویزیون تا حالا چند نفر از زندان نجات داده؟ میدونی این تلویزیون تا حالا چند نفر از پناهجویان رو پناهنده کرده؟ میدونی چند تاشون قول دادن که آقا ما اگه بیام تا آخر عمر کنیز این تلویزیونی، غلام این تلویزیونی؟ میدونی چند تاشون به گفته هاشون عمل کردن؟ زیرو، زیپ، نادا، هیچ کدوم. محسن گرامی، اولا این یعنی چی دیگه؟ حالا موه اینجا می‌نویسید، سن اونجا می‌نویسید، این یعنی برای کی؟ بابا جون فلسفه فیسبوک اینه که اگه زدی سوربی 20 تا سوربی بیاد، شما از عکسش فیسبوک نگاه کنی بگی آره اینی که امروز این پیرمرده، این همون جوونه 16 ساله ایه که مثلا تو هنرستان بود، همون 14 ساله 13 ساله ایه که تو دبیرستان بود، این با من دوسته. نه اینکه محسن فر ایبا جمع شید. ما ایرانی ها همه چیمون اشتباهه، همه چیمون خرابه، همه چی رو قسمت بدش رو استفاده میکنه و چجوری این همه هنر نزد ایرانی هست از نمیدونه. مثلا میگه داداش هنر نزد ایرانیان است، دو بش، یعنی شما باید دو بش بزنی تا درست بشی و اینا میشه مثل این امریکایی های احمق، مثل اروپایی های احمق. خب جمعه باز خبری که دنیا رو پوشش داد ولی به سرعت ازش گذشتن و من فکر میکنم به این نتیجه رسیدن سران دولت ها و میدیاهای دنیا که به این تروریستا و به این احمقایی که شور حسینی برشون میداره، کاپیکت مخصوصا، کاپیکت خیلی بده. کاپیکت اینه که مثلا شما میبینی که یه مردی از بالای یه ساختمون پرید، پرواز کرد، دیگه خبر نداری بابا این دروغ بوده، این فیلم بوده، این نمایش بوده فلان، شما میبینی همون کارو میکنه، با سر میای زمین. اینا اینجوریه. این آقایی که تبارش ایرانی بوده ولی آلمانیه، آلمانیه ایرانی تبار، اینم ما مشکل داریم. حتی تو ایرانم مثلا یه کسی اگه ارتشی بود، یک کسی اگه مأمور شرکت نفت بود میرفت تهران، بچهش دنیا میمد، این که خانوادش شیرازیه، این که خانوادش اصفهانیه، حالا این بچه تهرانیه، شیرازیه، اصفهانیه، تهرانیه که شیراز، چی میشه اینا؟ الان توی فیسبوک ایرانی‌ها دارن به همدیگه فوش میدن، اون میگه تو چرا میگی این ایرانیه، اون میگه تو چرا نمیگی این ایرانیه. آقا بنویسید ایرانی آلمانی، بنویسید جوانه، اولا گفتن 17 سال، بعد گفتن 18 سال، بعد گفتن 19 سال، جوانه آلمانی ایرانی تبار. و این تبار رو ما تا چند تا نسل باید بکشیم پشت کله چیمون تا از بین بره؟
حالا آلمان گویا کوتاهی کرده، این آقا مریض روانی بوده، رفته اسلحه رو اینترنت خریده، یک سال برنامه ریخته، روزی هم که این کارو کرده رفته توی حساب یک دختر خانمی که گویا طرفدار زیاد داشته هک کرده، بعد به مردم نوشته، به دوستان اون دختره نوشته که مثلا بیاین ساعت فلان جا تو مکدونالد فلان جایزه هم میدیم. اون احمقای تمع بلند شدن رفتن اونجا، اینم خب جمعیت زیاد همه رو بسته به گلوله، و بعدم خودش یک کیلومتر ورتر، دو کیلومتر ورتر، یک کیلومتر ورتر، دو ساعت بعد پیدا شد. دیگه هم راجبش نگفتن و یکی از دوستان میگه فقط بی بی سی راجب این مینوش، در صورت نمیدونم، من نبودم آلمان، ما وسیله تلویزیون مردم این امکانات رو نداره که یه خبرنگاری داشته باشیم اینجا اونجا. خب الحمدلله این آقای عزیزان، به شوخی هم بهش میگم شما سینیور کورسپاندنت هستی، یعنی سینیور اونایی که مقام عالی دارن، رتبه بالایی دارن توی مثلا خبرنگاری، تو همه چی استفاده میکنن، حتی توی زندگی معمولی هم شما به یه سنی که میرسی میشی سینیور، یعنی دیگه چی میگن. آها من اون دفعه ها راجع به سینیور صحبت میکردم و اینها، گفتم نمیدونم تو ایران هم شرایطی هست برای اینایی که سینیور میشن، سینیور سیتیزن میشن، شهروندهایی که به اصطلاح سن بالایی دارن. بعد دوستم نوشته بود من شنیدم بلیت اتوبوس واحد و مترو بهشون مجانی میدن. من نمیدونم، من سالهاست که ایران نرفتم، از سال 1362 الان 36 ساله، چقدر میشه؟ درست میگم؟ 32 ساله که ایران زندگی نکردم. آخرین باری هم که رفتم 2005 بود، 3 هفته، اونم ایام عید بود، یا همش مهمونی بودیم یا چی میشه، یا مهمونی بودیم یا مهمونی میدادیم، نه ما که مسافر بودیم. در هر صورت اون 3 هفته رو من نمیتونم بگم من ایران بودم. من احمق نیستم مثل کسایی که میرن اونجا بعد میاد میگه آقا از توی خیابون رد شدم 4 تا دختر وایساده بودن، بعد میاد میگه همه ایرانی ها فاحشه شدن. من احمق نیستم اگه میرم توی خانواده ای 4 نفر میگن آقا بازم صد رحمت به اون کفندوز اولی، برگردم بیام با آقای بهکام بگم 99% ایرانی ها رضا پهلوی رو میخوان. خب احمق اگه میخوان، چرا این احمق بلند نمیشه بره؟ احمق به توان تو چند تا احمق گفتم توی یه جمله؟ اگه 10 تا احمق گفتم شما بتونید اون جمله رو برای من بفرستید، بهتون جایزه میدم. ببخشید، اون وقتا طرف دستش رو میکرد تو جیبش، میگفت اگر برنده شدی هر چی تو جیبمه بهت میدم. وقتی طرف جایزه رو میگفت درش دستش در میبود، شطرم میزد تو گوشش، میگفت بهت گفتم میدم دیگه، دستش رو تق میزد تو گوشش، جایزه شما آماده است. ممنونم کامران عزیز، هم اون کلمه رو گفته شه. من روی تلفن دستی شما را تماشا میکنم، روی تلفن دستی من اندروید این گزینه در دسترس نیست. خب ممنون و متشکرم، بگو تولدت کیه برات یه آیفون بخرم. این خود کلمه اندروید یعنی چی به انگلیسی؟ چون میدونید تمام این کلماتی که ما میگیم، مثلا من یه سیستمی اینجا استفاده میکنم اسمش هست دازل، اصلا یه مدت نمیدونستم، فکر کنم فقط یه اسم تجارتیه، یا مثلا اون کلمه پاناسونیک یا کلمات گوگل اینا، ولی اینا معنی داره. مثلا اون کلمه ادوبی اگه اشتباه نکنم یعنی اون خشتایی بوده که روش چیز مینوشتن، لوح از اونجا شروع میشه و برای نوشتن و اینها هم هست. در اصل اگه کسی میدونه معنی تلفن اندروید یعنی چی، خوشحال میشم که به ما بگه، ما هم به دیگران بگیم. خب اجازه بدید من یه پیامی رو آفتابه بهتون بگم، دوباره ساعت 3 هنوز 3 نشده، آفتابه رو بهتون میگم. این آفتابه هایی که بدون دخالت دست تمیز میکنه و میشوره و اینها، خیلی هم تمیز خوب بهداشتی. گفتمتون من نمیدونم اینا رو ممکنه یه جایی حتی به شما مجانی هم بدن. چی بگیم آخه، ما کتاباری که گذاشتیم، یه نفر برای من زنگ زد آقا کتاب 20 دلاری میدی 50 دلار؟ گفتم عجب احمقی هستی، من که بهت گفتم. آقای شهرام و مایون میگه آقا من این کاغذه رو، این کاغذه رو چیه؟ Travel Shooting and Help. بله، میگه من این کاغذه رو میگم 10,000 دلار و یه کسایی هستن میخرن. مگه اومدیم دست کردیم تو جیبت به زور گفتیم بی این کتاب رو بخر 50 دلار، شما شکایت میکنی 50 دلار؟ هوشنگ برای هر کتابی 100 دلار برای من فرستاد.
ممنونم ازش. البته ایشون چون ترسوه هوشنگ چرا اسم خودت گذاشتی ترسو؟ یه روز زنگ بزن برای من پیغام بذار. درباره زنگ زدن و پیغام گذاشتن اجازه بدیم بریم سراغ آقای منوچه از بوستون که ایشون یه برنامه هم در تلویزیون ما داشت. امیدوار بودیم این برنامه ها به اصطلاح دائم بشه که بنده خدا کامپیوترش اشکال پیدا کرده، و اما کامپیوتر و پیام‌های کلاهبرداری، دوستان لطفاً با اونا تماس نگیرید. تا این میگه فوری فوری زنگ بزنید الان کامپیوترتون منفجر میشه اینا، تماس نگیرید. من شنیدم $300 $400 $50 $100 کلاهبرداری میکنن. تازه شنیدم بعد از اونم اکانتتون رو چون دادید بهشون، بعد یه مدت که شما یادت رفت دوباره کلاهبرداری میکنن. آقا خانم اگه رفت روی وبسایتی، اگه یه ایمیلی باز کردی، بلافاصله بعدش آمد که کامپیوتر شما ویروس زده، خود پدر سوختش ویروسه، با این شماره 800 نمبر زنگ بزن تا ما درستش کنیم، اینها دروغتون میگن. هول نشید، برید کامپیوترتون رو یه جایی که بچه‌ای دوستی دارید که بیشتر از شما کامپیوتر میدونه، خودتون میتونید حتی اگه اون صفحه رو ببندید، اگرم بسته نمیشه خاموش کنید کامپیوترتون رو، ببرید بست بای، استیپل، ببرید جای دیگه که بلدید، آفیس دیپو، اینا براتون مجانی درست میکنن. خیلی از اینا من دیدم مشکلات اینجوری رو باز میکنه، میگه که کی اینجوری شد، شما میگی 3 روز پیش، اون بلده، میره تو اون قسمت، منی که وارد نیستم، منم بلدم، میرم تو اون قسمت، اون روز اون ویروس رو برمیدارم. ویروس نیست، پروگرامه، به شما به دروغ میگه ویروسه که شما زنگ بزنی، بعدم میاد توی کامپیوترت همه چیزاتو ضبط میکنه. اینا یه سری پدرسوخته کلاهبردارن. حالا بذار ببینیم اگر من پیام منوچه رو پیدا کنم پخش میکنیم با هم یک گفتگوی غیابی، مصاحبه غیابی، فکر کنم فقط تلویزیون مردم هست که این کار رو انجام میده. ممنونم، ببینیم چی میشه. Open with، بله بفرمایید منوچه خان. از کنم که جون 21 من متاسفانه کامپیوترم بعد از کوتاه مدت که نگاه میکردم، یعنی داشتم یه چیزایی رو تماشونه رتب میکردم، یه دفعه ویروس اومد و بروشم نوشت و با صدای بلند که این شماره زنگ بزن و فلان. من یه دفتری ناراحت شدم و روز بعدش که از آتی روز شنبه جونه 21 میشه روز سه شنبه، بعد من روز چهارشنبه زنگ زدم به محل کارم به اون شماره که شما فرمودین راجع به FBI پولیس FBI، بعد بعد از اون مدت میشد ترامبی بلاخره میشد چون کسید که اون قسمتی که من میخواستم به خانم پاسخ داد و گفتم اینطوری نمیدم چی کار بکنم. بعد گفتش اسمی داره روی صفحه تلویزیون، گفتم نه اسمی مردم برای کار را برای اسمی نداشت ولی این شماره تلفن رو داد. بعد گفتش خیلی خوب، من صورت من ازش تشکر کردم اگه کمکی بشه ممنون میشه. از وقتی اومدم خونه نگاه کم جمع تلویزیون حالا اون صفحه تموم شده و ادامه کرد. در روز بعدش برسال محل کارم با یه آقایی که همکارم بود موقعی نهار داشتم صحبت میکردم، گفت ببینم ببینم چیکار میکنم برای، بعد با تلفن همراه زنگ زد یه آقایی که اومد از قسمت فنی که روی کامپیوتر ایران کار میکرد، برسال ایشون گفتش نه کامپیوتر که بیاد، من فکر میکنم این مقدار احتیاج به گردگیری و نظافت اینا داره، بعد من اونا رو تمیز بکنم. بعد متاسفانه از اون روز، یعنی از روز 25 جون که من این کامپیوتر رو بردم به محل منزلش دادم، بعد متاسفانه ایشون گفت من یه هفته اینا رو مرتب میکنم، ولی مثل خانم زودتر فرد معمولی نوزادش رو به حساب کمالو پیده کرد، بعد برصورت بکمه طول کشید، بعد از اون گویا یه مشکلات داخلی داشتن و که
مثلا ارتباطی با من نداری که بتونی صحبت کنم. حالا کامپیوتر من از روز 25 جون من کامپیوتر ندارم و من منتظر بودم این شاید کامپیوتر بیاد که من با شما تلفنی صحبت کنم ببینم. از من یک کامپیوتری براتون فرستادم چون پول نقد از من مدرکی هم نبودش. ولی میدونید که معمولا پست آفیس خیلی از این افراد هستن که کامپیوتر رو میشناسن و پول ور میداره اگه پول لحظی باشه بکنه. من خواستم اگه ممکنه اگه این کامپیوتر به دست شما رسیده. بله ممنونم از منوچهر عزیز. من فکر کردم شما مثل همیشه برنامه های من رو بعد در قسمت یوتیوب نگاه میکنید، چون اون موقعی که من برنامه دارم شما سر کار هستید و همون روزی که اون پاکت شما آمده بود و یک 10 دلاری نو گذاشته بودید داخلش، من هم نشون دادم هم تشکر کردم هم نامه رو خوندم و گفتم که من متوجه نمیشم منوچهر جان چی میگی راجع به اون عذرخواهی و اینها، و فکر کردم شما اون رو دیدید. دیروزم که این پیامو گرفتم براتون ایمیل زدم و گفتم که لطف و محبت شما مثل همیشه رسید و منم مثل همیشه ممنونم. ولی درباره این دوستان، مخصوصا من و شمایی که روی وبسایت های ایرانی میریم، وبسایت های ایرانی بیشترش مال چاینیزا و راشا و بلاروس و دوستانی که مثل خودمون هستن، گاهی وقتی چیزایی هم که مال خودشون نیست فکر میکنن مال خودشونه میدزدن ولی فکر میکنن مال خودمونه، اینا وبسایت هایی که دارن این اطفارا رو میریزه، یه چیزایی رو میفرسن و ویروس هم نیست، فقط یه پروگرامیه که سوار میشه روی کامپیوتر شما، هر چی میخواین برید توی وبسایت مختلفی بهتون میگه نه تا برید به اصطلاح تماس بگیرید. بهترین کار اینه که همون موقع کامپیوترتون رو خاموش کنید، ببرید خود اون فروشگاه، وقتی که میخواد روشن کنه ازتون میپرسه کی چنین اتفاقی افتاد، مثلا اگر جمعه بوده بگید جمعه 22، اون میره تو قسمت پروگرام میبینه جمعه 22 یه پدرسوخته کان آرتیستی به جایی که این عقل و مغزش رو در جهت راه درست کمک به انسانیت پول در آوردن صحیح استفاده کنه نشسته، و باور کنید خیلی از اینا هم خیلی وقت میذارن که همین پول کثیف رو به وسیله دزدی در بیارن، ولی چه کنیم که انسانها هنوز آدم نشدن. دکتر شدن چه آسون، وکیلم بگم وکیل شدن چه آسون، معلم شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. هممون میریم حالا یا یه درسی رو 6 ماهه میخونیم یا تنبلید خرفید مثل من 10 ساله میخونید، بالاخره یه مدرکی بهتون میدن میاری میذارید بالای سرت، هر روزم که نگاهش میکنی یاد بدهکاریت میفته که 80,000 دلار 100,000 دلار دادی اینو گرفتی و میگی ای کاش به جایی که رفته بودم 4 سال 6 سال اینجا رفته بودم از همون قدیم جوشکاری کرده بودم، الان یه جوشکار استاد بودم، نمیدونم لوله های نفت و اینها رو جوش میدادم. ولی آیا با رفتن مدرسه و دانشگاه و گرفتن مدرک ما آدم شدیم یا میشیم؟ اون سوالیه که جوابش رو شما باید بدین. شما هم خیلی تنبلی تو جواب دادن، تو نظر نوشتن، نمیدونم اون وقتا والا این تلفونا رو باز میذاشتیم حرف مفت تا دلت بخواد، به طرف میگفتیم آقا اینا رو گفتی 3 دقیقه صحبت کردی، حالا فردا میگو نه آقا من همین دوست دارم فقط تلفن بزنم. یعنی ما عادت کردیم فقط حرف مفت بزنیم. خود منم همین چیزی که هست، من حرف مفت میزنم، این وکیلا میگن ما حرف مفت میزنیم ولی مفتی حرف نمیزنیم. کامران میگه بابا تو قرار شد دوست ما باشی چرا اینقدر، ولی این وکیل خوبیه، خدا وکیلی این یکی آدم خوبیه، هم ورزشکاره هم خیلی تنازه، چی میگم تناز، نه که ادا و اطفا رو اشوه براتون میریزه، صحبت هایی که میکنه با مزه و با طنز. مرسی. خب ساعت 3 هم گذشت، بذارید من یه چند تا از این عکس های بیده رو برای شما نشون بدم و قبل از اون ندیگه 3 بعد از ظهر عکس بیده. بله این کارتونیه که بهتون نشون دادم که داخل این کارتون میاد. ببینید اونایی که عکس میگیرن برای تبلیغات چجوری چه عکس قشنگی گرفته گذاشته اینجا، حالا من میگیرم اینجا از این ور نور میفته توش، از اون ور عکس خودم میفته پشتش و از این ور شما لوله آبی میبینید، اون ور دماغ من افتاده داخلش. ببینید چقدر قشنگه. آقای سفسری بعد از این که این منطقه، اینم چی شد ببینم، این چون عمومی نوشته منم عمومی میخوام،
بله، با عطر وجود خودش سیراب کرد، به شهر لس آنجلس جلوس کرده و روزنامهش هم قرار است از همانجا منتشر کند. ببین به نظر من این سفسری از همون اول باید میرفت لس آنجلس. نمیخوام به لس آنجلس یا توهین کنم، ولی میدونید که معروفه، میگن شرق آمریکا آدمای باسواد هستن، غرب آمریکا آدمای باپول هستن، اون وسطش هم آدمایی هستن که هم یکم سواد دارن هم یکم پول دارن. آقا این آقا این متقلب، این کان آرتیست بود، این آمده اینجا برنامه مجانی من بهش دادم، بعد میگه به من نامه بنویس ببرم. اتفاقا سر همین ماجرای وکیلمون، ولی این بابا بهش میگم آخه احمق تو و با وکیل در میفتی؟ وکیلی که اینجا قانونش رو خونده، امتحان داده، لایسنس داره، وکیل برد دادگاه، پدرش در برد، گذاشتن قسم بده و اینا. نه این به کار هم اونجا میخورد. خب ببینید دوستان، این چیزی که من بهتون میگم، حالا میگن آقا امروز این سربی رفته تو توالت بیرونم نمیاد، اینم یه وضعیه که بعضیا میرن تو توالت بیرون نمیاد. دوستان اینه، ببینید چقدر قشنگ درستش کرده بغل این توالت، البته زیر خود این بسته میشه، اینجا با فشار آبو میریزه، اینا با وجودی که این پایین هست اینا نه کثیف میشه نه زشت میشه. وای 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 که بعضیا میری مثلا مهمونی، حالا 30 نفرم اون شب اونجا مهمونن، بعد لوله آب رو قبلی باز کرده گنداخته رو زمین، شما که میری حالا نمیدونی چه خاکی بر سرت کنی، دلت هم برای صابخونه میسوزه. من میرم به صابخونه میگم، میگم آقا خانم یه نفر رفته اینجا، برید ببندید این لوله آب رو، ما که بلد نیستیم این چجوریه، رغبتمون هم نمیشه دست بزنیم به این. در صورت این دوستان خیلی تمیز خوب شیک شیک، اگر کسی خواست کانادا رو نمیدونم، ولی تو آمریکا اگر 100 دلار بده به تلویزیون مردم، یه دونه از اینا رو میدیم، 150 دلار بدی دو تاشو براش پست میکنیم، 200 دلار بدید 3 تاشو براتون پست میکنیم. به ما هم مجانی رسیده، یکی لطف کرده به ما داده، مرسی. اینم از این. خب بریم سراغ عکس ها. اینجا نوشتم سوربی، به خودم نوشتم چی میگن، نوت تو می، نوت تو مایسلف. این رو براتون روی فیسبوک هم گذاشتم، اینجا هم بهتون نشون بدم که چی میگه. میگه که ببینید هر کدوم از این عکسای ما یه اندازه است، یکیش بزرگه یکیش کوچیکه. اینا رو مثلا اون محسن، خب شما جدا نوشتی که من اینجوری بگم دیگه، نه در صورت که شما باید همونجوری که ما میگیم برای مردم بنویسی. ما محسن نمیگیم، میگیم محسن، M-O-S-S-E-N بذار، با وجودی که اسپلش M-O-S M-O-H هست، نه که جداش کن. خب اگه محسن بیاد برای من این کار را اکسار همه رو بکنه، 640-480 بکنه، 800-600 بکنه، 1200-900، اینا همش تو این صفحه تلویزیون جا میگیره، قشنگ میشه. جامعه‌ای که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد، مردم آن جامعه بیمارند. جامعه‌ای که در آن نظامی از همه محترم‌تر باشد، مردم آن جامعه وحشی‌اند. جامعه‌ای که در آن معلم از همه ارزشمندتر باشد، مردمش با فرهنگند. افلاطون، ما کدومش هستیم دوستان؟ فکر کنم هم اولی هم دومی. خب احتمالاً به زودی اخبار شاهکارهای آقای بیژن سفسری از آن خطه به گوش ما خواهد رسید. باز هم معذرت از شما بابت معرفی ایشان به شما که باعث سیاه رویی خودم شد. اصلا اینجوری نیست، خیلی جالبه. ببینید دوستان واقعا بهتون میگم آدم باید آدم باشه. این دوستمون میگه من از شما معذرت میخوام که اینو بهت معرفی کردم. نه عزیزم، من ایشون رو میشناختم، حتی تو مراسم مصدق بزرگداشت اینا با شما اومده بود اونجا، ولی دیدید که من بهش گفتم، من این رو چند بار بچه های وایس آف امریکا به من معرفی کردن، با همین دوستانمون بود، آرش صحتی و نمیدونم که اینا بودن. بعد بهشون اگه خواستی بیا اونجا، دیدم این آدم متقلبیه، این گذاشته بود یه فرصتی پیش بیاد تا بیاد از من سوء استفاده کنه. شما بله شدید اون فرصت. این آمد اینجا، اولا اینجا بود و این خانمه از آلمان زنگ میزد، اینو قطع میکرد، به یکی دیگه زنگ میزد، میگه من تو رو میارم آمریکا. میگه آقا تو چند نفر میتونی بیاری آمریکا؟ بعد میگفت زن، میگفت مگه تو زن نداری تو ایران؟ میگه نه زنم سنش بالاست، مثل مادر منه. گفتم خب مگه بچه نداری؟ گفت چرا، من و بچه‌مون مثل بچه‌های زنم هستیم.
اصلا زندگی دوستان اگه کسی رو میشناسید توی کالیفرنیا، من با شهامت با شجاعت میگم این بیژن سفسری مواظب باشید، کلا برداره، کلای همه رو برداشته. اینجا خانمه زنگ زد گفت که آقا این پول از من گرفته، گفته روزنامه اینجور اینجور. گفتم خانم شما بیا بگو. گفت تو رو خدا شما بگو کلا سر کسی دیگه نگذاره. بعد من چون میشناختم این خانمه رو، از فامیل بزرگی هم هستن اینجا، گفتم بنده خدا لطف کرد $300 هم برای تلویزیون مردم فرستاد. گفت من ممنونم که گفتی، اون پول من خورد، ولی من این پول رو به تلویزیون شما هدیه کردم که داد، یعنی گفتید که دیگران گول نخورن. دوستان گول بیژن سفسری رو نخورید. من خبرنگار بودم، من با همین که میگه من با رفسنجانی بودم، بفهمید چه پدرسوخته ایه، گولش رو نخورید. بریم سراغ عکس بعدی. در اصل ممنونم، نه اصلا اینجوری نیست که شما فکر میکنید. خب دوستان عرق خور دستا بالا، دستا بالا. یه جوکی بود میگفتن معلمه به طرف گفت دستا بالا، دستش کرد بالا، گفت پاتم ببر بالا، یه پاش بود بالا، گفت یه پات دیگه هم ببر بالا. اون پسرم خیلی دیگه بهش فشار اومد، فوش داد به معلمه که فلان فلان شده، رو فلانم وایسم. اینه معلم ما هم تو اون جامعه اینجوری بوده. من بارها شوک میکنم، من یه 8 سالی، یه 5 سال رسمی، یه 3 سالی هم همینجوری غیر رسمی درس میدادم. 8 سال درس دادم، نه یک دانش آموزی رو تنبیه کردم. گاهی وقتا هم خندم میگیری، میگم آخه من بچه های هنرستانی از خود من بزرگتر بودن، چجوری من میخواستم اونا رو تنبیه کنم؟ ولی نه، میشد تنبیه کنی. من اصلا فلسفم نبود تنبیه کردم، من باهاشون مثل دوست، مثل برادر بودم. عرق خورا دستا بالا. میکده کاشان تحت لیسانس استنبر بلغارستان، استنبرس یا استنبرس، فقط جهت مصارف اقلیت‌های مذهبی مشروب درست کرده. میکده کاشان چقدر تمیز، خوشگل، قشنگ. این چقدر؟ این یه چتوره. 1906 سنتنری ماسترپیس. نمیدونم سنتنری، این بالاخره بار بلغاریان. و میدونید که حتی کارخونه یک و یک شیراز رو هم گفتن همه قسمتاشو نبستن و یک قسمتشو گذاشتن که به اصطلاح تولید کنه، و گفتن این تولید فقط برای دیپلمات ها هست، برای خارجی ها هست. من حالا این محسن نشون نمیدم اون نوشتش رو، ولی نوشته بود درود بر جناب سربی عزیز، من گمشده ای داشتم و چندین سال بود که دنبالش میگشتم. 5 سال گذشت و کاملا داشتم ناامید میشدم از دیدن و شناختن دایی عزیز و بزرگوارم. اسم ایشون رو هم نوشته، من نمیگم که حالا، تا اینکه پیج فیسبوکش رو به طور خیلی اتفاقی دیدم و چندین جا سرچ کرده بودم تا در کانال مردم با مردم چند باری سخن گفته بودند که باعث شد و بهتر بگویم شما و برنامه زیبا و پرمحتوایتان با ببینید تعارف پدر ما رو سوزونده. برنامه شما پرمحتوا، تاجت مثل تاج طاووسش، نمیدونم سرت مثل کله شاه. یه دفعه ما که این خبر رو فهمیدیم به دلیل گرفتاری زیاد، من نصف پام توی واشنگتن، نصف پام اینجا گرم، این روزا عین جهنم. البته ناراحت هم نیستیم، ما داریم تمرین میکنیم آماده بشیم برای جهنم. خب برای این دوستم خوشحال شدم، آمدم یه علامت خوشحالی شادی رفتم تو قسمت، میدونید قسمت های مختلف داره، هپی، سد، ناراحت، ورکینگ، برش اون علامت فرستدم. این آقا نوشه آقا اگر جواب نمیدادی که سنگین تر بودی، ای مردشور این سنگین تری من رو ببره، که ماها دوست داریم من بگم چقدر خوشحالم همشهری عزیزم که شما دائیت را پیدا کردی، لطف کن به خاطر سلامتی دائیت $100 به من بده. ای داد بیداد، اینم جوانای آیندمون، اینم جوانای امروزمون، امیدای آیندمون. نسا خوشحالم که با این دوستمون حالا چیز هستیم. سعید دوست ما که معلم منم هست نوشته والا من نمیدونم این فیسبوک، یک کسایی با آدم تماس میگیرن، مثلا این یکی نوشته سلام سعید جان، حالت چطوره؟ چه خبرها؟ همیشه در فکرت هستم که بالاخره زندگیت چطور میگذره؟ حالا خانمت چطوره؟ سلام برسون، لطفاً از حال شیرین و مجید و بابات برام بنویس و مخصوصاً از پسر گلت برام بگو، چند سالشه؟ مواظب خودت باش. این میگه آقا اصلا من مجید و شیرین نمیشناسم، بابای من فوت شده،
خب خانم آقا، شما که برای یک کسی مینویسی، همتونم معمولا یا عکس سگ یا عکس گربه یا عکس کوروش یا عکس داریوش یا عکس افلاطون گذاشتید اون پشت، بگو آقا من همسایتم، اون دوست دخترتم که موقع کوچیک بودیم فکر میکردیم با هم ازدواج میکنیم، حالا کجا هستی؟ این آقای پرویز مینویی، اون روز بهش گفتم آقای مینویی الان روی فیسبوکم لایو برنامه تو میذارم و اگه میخوای شما روی فیسبوکم چیز کن که هم وبسایت تو پروموت کنیم هم فیسبوک. گفت نه آقای سوربی. گفتم چرا؟ گفت آقا من یه مدتی باز کردم، بعد دیدم هی ملت از این برانور زنگ میزد چیز تماس میگیرن، بگو من اولا خیلی هاشون نمیشناسم، بعدم آدم خجالت میکشه بهش بگه آقا تو کی هستی، خانم تو کی هستی. اینا دیگه مثل ما هنوز پررو نیستن که بگه آقا جناب عالی. طرف زنگ میزنه ربع ساعت احوال پرسی میکنه، خانواده خوبن؟ میگم جناب عالی. دوباره میگه شما نمیشناسی؟ نه آقا اگه میشناختم فکر من دیوونه هستم بگم جناب عالی. آها کامران به من زنگ میزنه، من میدونم کامرانه، بهش میگم جناب عالی. بعد کامران میگه این مرده که آفتاب خورد تو سرش دیوونه شده. آخه این چه ملتی هستیم که یه تلفن زدن رو بلد نیستیم، یه نامه نوشتن رو بلد نیستیم، یه پیام گذاشتن رو بلد نیستیم. حالا این که ما چجوری ربطش میدیم، میایم اینجا آقای یزدان خداوند لو هر دفعه گله میکنه که آقا شما چون در فیسبوک رو باز نمیذاری من نمیتونم اونجا بنویسم. میگم آقای خداوند لو شما میتونی در قسمت کامنت بنویسی، میتونی در قسمت پیام برای من بفرستی، من چون شما رو میشناسم، چون میدونم آدمی، پیام شما رو میذارم اونجا. ولی این در رو بستیم که یه سری گاو و گوساله و الاغ نیان فکر کنن اینجا طویل است. آقای سهراب چمنارا برای من نشته آقای سوربی شما که نمیذارید این عکس رو من بذارم، ولی خودتون این عکس رو بذارید. میگم آقا این چه حرفیه. دوستان ما به جای این که ایران رو آزاد کنیم، بذارید ما روزی یه چیزی که خودمون بلد میشیم به شما هم یاد بدیم. اوکی؟ بیاین دوستان مثلا یه عکسی رو که میخوان رو فیسبوک بذارید، اولا بدونید این عکس کجاست، تو کامپیوتر شماست، روی فیسبوک، کپیش کردین، کپیتون اگه پیست کنید کار میکنه یا نه. یه چند تا استپ یا قدم‌های اولیه رو یاد بگیرید، بعد میایم اینجا. مثلا حالا میریم تو برنامه همین سوربی، تو صفحه سوربی میخوایم یه چیزی ما براش بفرستیم، عکس هم داشته باشه. بفرمایید دوست، اینجا شما میای درسته؟ کامرای تو این کامرون و کامرا و اینا همش مثل همه. خب آقا خبرای این پدر سوخته سفسری رو برای من بفرست، من مجانی اینجا پروموتش میکنم، پلاگش میکنم. ببینید دوستان مثلا این برنامه زنده سوربی با مردم رو من نوشتم، آقای چمنارا یا شما میخواین یه چیزی درباره این بنویسید. ببینید این حمید نوبرانی چقدر قشنگ آمده عکس گذاشته نوشته و اینها، که خب حقیقتا هم نباید این کارو میکرد. چرا؟ من آقا اینو من به عنوان خبری به شما گفتم، شما مثلا میتونی لایکش کنی، میتونی بگی حتما تماشا میکنم، میتونی بگی به دوستانم خبر میدم، ولی نه یا دیگه خبرهای دیگر رو بذار اینجا که من وقت پاکش کنم دیلیت. خب حالا فکر میکنیم ما شدیم سهراب چمنارا، من اینجا مینویسم تست، این نوشتنش. ببین آقا بعد بیا این برتر، عکسی دوربین عکاسیه، اینجا رو کلیک میکنی میگه عکس کجاست، میگی روی دسکتاپه. بیا ببینید عکس رو باید بفهمید کجاست، بدونید کجاست، آدرس غلط بهش ندید، روی دانلود، روی دسکتاپ، روی فولدراتونه، میگید روی دسکتاپ. بعد مثلا اسمشو سعیدی بوده گذاشتیم شماره یک، یا مثلا این آقای سوربی داره برف پارو میکنه، سوربی 2016 بلیزر، اینو که میزنیم ببینید الان عکس میاد اینجا. بعد عکس رو که گرفت یه دونه انتر میزنیم. بفرمایید شما چجوری میگی شما نمیتونی عکس بفرستی؟ هم میشه عکس بفرستی، هم میشه مقاله بفرستی، همه چی میشه بفرستی. ما چون بلد نیستیم طرف رو هم متهم میکنیم که آقا شما اومدی سانسور کردی. بارها بهتون گفتم ما بلد نیستیم که بابا این فیسبوک وقتی پیاماش زیاد میشه 4 تا 5 تا رو مثل صفحه میذاره رو همدیگه میبره پایین. ببینید مثلا اینجا نوشته 2 more comments، یعنی 2 تا پیام دیگه زیر اینهاست. طرف پیام گذاشته، حالا پیامش رفته زیر،
میاد میگه آقا شما هم که سانسور میکنید، میبینید آمده اتفاقا دوتای مال خودم بوده، فایل کم حجم دو سه روزی هم هست، ما فایل کم حجم رو برای آقای حسین از ایران میذاریم، امیدواریم حسین هم یه جوری از ایران، حالا چون گفته میتونم روز 50 دلار کمک کنم، کمک کنه. امیدواریم 50 دلار این مثل 50 دلار آقا جمشید نباشه. 50 دلار جمشید مثل اینکه انقدر سنگین بوده نامش و سوار هواپیما که کردن، این هواپیمای پست سقوط کرده. ما میخوایم ایران آزاد کنیم، ولی 10 دلار 20 دلار که میخوایم یه جایی بفرسیم، این رو بلد نیستیم سر موقع انجام بدیم، به گفته خودمون احترام بذاریم. آقا مردشور این سربی رو ببره، کاری به 10 دلار و 50 دلار من ندارم، کاری به خودت دارم، کاری به جمشیدم ندارم. آقا جمشید شما تنها نیستی، یا اگه خواستی برات ایمیل ها رو میفرستم که طرف میگه الان پیپال هم خرابه، الان نمیدونم یکی اومده میل باکس همونو دزدیده برده، میلمنمون مرده، پستخونه اینجا رو منفجر کردن، تمر ندارم، نمیدونم توف ندارم بزنم به پاکت، هزار و یک دلیل علکی و بیهوده میارن. خب بریم سراغ باز نامه ها و ببینیم چه باید کرد. خمینی و حیوانات، خب من خیلی خوشحال میشم اینا رو که میفرستن دوستان. چرا خوشحال میشم؟ اولا خب کار من رو کمتر میکنن، کمک میکنن، برای من برنامه درست میکنن، درسته؟ ولی همون موقع یه جورایی هم ناراحت میشم. ببینید بیایم اینجا، از این چیزا هم تا دلتون بخواد این روزا در فیسبوک هست، همه بلد شدن عکس گاندی، عکس ابراهام لینکلن، این پایینم عکس خمینی هست، حالا براتون میارم. حقوق حیوانات، شکوه و اخلاق یک ملت را میتوان از رفتار آنها با حیوانات مورد قضاوت قرار داد. بسیار عالی، روان این آقای مهاتما گاندی شاد. آقای ابراهام لینکلن میگه که من به حقوق حیوانات معتقدم، همانطور که به حقوق انسانها معتقد هستم. حالا میایم سراغ آقای خمینی، گفته اگر فردی با حیوانی جماع کرد، بلافاصله حیوان را کشته و جسدش را به آتش بکشید. من به این دوستان میگم آقای مسعود سهیلی، میرزا مسعود، اینو که دیگه الان هممون میدونیم، شماها کجا بودید قبل از 1357؟ این همه دانشمند فرهیخته، پرهیخته، حالا موریخته و کجا بودی؟ ای داد بیداد که خودتونم جزء همین نمازها بودید. و حالا مسعود سهیلی نمیدونم، ما کلن دارم میگم، بذارم حالا این مسعود سهیلی بود یا علی شیرازی، بله آقای مسعود سهیلی بود. و الان که شما اینو برای من میفرسی، چه باید کرد یا چه کار میتونم انجام بدم؟ ای کاش اون موقعی که ما جوان بودیم، شماها مسن‌تر بودید، این رساله و اینها رو که اینها رو بعد 57 ننوشته که. چه فایده؟ هیچ. چه سود؟ هیچ. خب و اما میدونید که بارها گفتم یک تصویر قشنگ، ممنونم مسعود جان، بهتون گفتم ببینید افرادی مثل مسعود سهیلی، مثل آقای علی شیرازی برنامه‌های ما رو پربارتر میکنن. خب مسعود آمده این عکس رو هم فرستاده، عکس بسیار قشنگی، این هلال ما، اون علامت پیش سر، اون علامت ای نمیدونم مال زن و مرد، اون علامت اون ستاره داوود، اون یکی دیگه علامت مال بودا و اینها هست، اون علامت مسیحی ها هست، همه اینها رو گذاشتن بغل هم، یک کلمه‌ای به وجود میاد به عنوان، بهش میگن کوئگزیست، یعنی بابا ما که حالا وجود داریم با همدیگه وجود داشته باشیم، با همدیگه زندگی کنیم. خب چیکار کردن؟ یک قمه دادن دست این آقا، آمده همه رو پاره کرده انداخته رو زمین، ازش هم خون چکیده همه جا، فقط این هلال ماه و ستاره که سمبل همون هلال احمر رو، احمر یعنی قرمز دیگه، نه دریای احمر داشتیم، بله این ماه سرخ که به عنوان صلیب سرخ اینجا دارن رد کراس، اونجا گذاشته هلال احمر و الی آخر. خب وی کافه، این کافه
رستوران توی ایران هم با همین اسم استفاده میکردیم، گفتیم کافه رستوران دیگه. هممون شنیدیم که آقا بیچاره ایرانی ها همه لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، کار نیست. دوستان کار رو باید به وجود بیاریم. شما ببینید تو همین آمریکا که میگفتن از موقعی که کامپیوتر بیاد بیکاری میشه و اینجوری و اینها، ببینید چقدر کارهای مختلف در همین رابطه کامپیوتر درست کردن. من به این خانم و آقای جوون اگر بتونم حتی ایمیل بفرستم، از راه ایمیل دستشونو میبوسم، پیشونیشونو میبوسم. همسن دختر پسرای منم آمدن یه ماشین فولکس واگن که معلوم کهنه است. این فولکس واگن وقتا کودکستان ها استفاده میکردن به عنوان مینیبوس، قبل از بنز و اینا بود، اینا برای کودکستان. یادم کودکستان همایون سر سراح نادر مال آقای کی بود خدایا، ای مغز اونم چیز شد. رفتن خریدن، رنگیش کردن قشنگ، اسمم روش نوشته وی کافه. این وی جاده و رود و اینها میشاله، نمیدونم اینجا برای چی استفاده کردن. ولی چرا راه، بله مثلا میگه راهش این نیست، this is not the way، یا take that way، مثلا از اون راه برو. کافه راه پشت ماشین افتتاح شد. کافه راه یک کافه سیار است که هنوز نیامده، کلی سر صدا کرده. زکرا و فرزاد زوج جوانی که صاحبان این کافه هستند از زیر و بر این کافه سیار میگویند. مجله مهر نوستالژی ها یه ما زود کهنه می شوند و فقط خاطره آنها باقی می ماند. بعضی ها آنقدر دلبسته این نوستالژی ها، نوستالژی ها اینجا بهش میگن، و خاطر بازی با آنها هستند که حاضر نیستن آنها را دور بیندازن. آفرین به این زن و مرد جوان، مرحبا. ای کاش که من میتونستم بدونی که کافی ازتون بخرم، پول 50 تا 30 تا 20 تا کافی رو براتون بفرستم. زکرا از صفر تا صد کافه را میگوید. اصلا از ابتدا قرار بود این اتفاق در یک اتوبوس دو طبقه بیفتد که متاسفانه نشد، چون شکل عمومی و دولتی پیدا میکرد. از اینجا تصمیم گرفتیم که در یک فولکس واگن کار کنیم که یک حالت شخصی تر داشته باشد. ما در فولکس واگن خود، در فولکس خود یک خانه داریم. از عمر افتتاح این کافه سیار 15 تا 16 روز بیشتر نمیگذرد، اما در همین مدت کم کلی هوادار پیدا کرده. دوستان خسته نباشید، بچه های من، بچه های داداش من، بچه های پسرموی من، خسته نباشید. آفرین. منتظر دولت نشینید بهتون جاب بده. خود ما که میگیم این دولت دزده، اون وقت خودمون میشینیم که دولت بیاد بهمون جاب بده، شغل بده، برامون کارخونه بسازه. دولتی که میگیم کارخونه ها رو داره تعطیل میکنه، کارخونه ها رو یکی یکی میفروشن به آقازاده ها. بعد ما هم شما نباید عاقل باشین که اینا به فکر ما نیستن. دستتون درد نکنه. قیمت منیوهای ما بین 5 تا 8 هزار تومان است. دوستان اگه تو ایران هستید 5 دلار 8 5000 تومان 8000 تومان اگر قهوه میخورید تیپ بدید، انعام بدید، بکنینش 20 دلار 20000 تومان، بکنیش 15000 تومان. اینا رو خوشحال کنید، اینا رو شاد کنید. نذارید اینا از این کاری که کردن خجالت بکشن، بذارید اینا افتخار کنن، بذارید درسی بشن مثل اون آقای علی واکسی برای دیگران. همه منیوی ما خانگی است. ممنون و متشکرم دوستان، روز ما رو ساختید. آفرین به این خانم، با این خندش دنیا رو به من و توی بیننده میده. آفرین این مرد جوان با این خنده. امیدوارم پای هم پیر بشید. اولین باری که یه نفر به من گفت ننه امیدوارم پیر بشی، تو دلم کلی بهش فوش دادم تا خونه هم گریه کردم. روزونم 2000 بود، کلاس دبستان میرفتم، احتمالا یا اول بودم یا دوم. یه پیرزنی رو دیدم، ببخشید اون موقع زمان شاه نبود، این خمینی اول گداها رو وارد کرد. یه گدایی رو دیدم، یه پیرزنی بود، نوشت گفت که ننه بده در راه خدا. من دلم سوخت، برای که دوزاری رو که میخواستم حالا ببرم، نمیدونم چی بخرم چی بخورم، دادم به این. گفت ننه برو ایشالله پیر بشی. تا خونه گریه کردم. بعد از مادرم پرسیدم پیر بشی یعنی چی؟ گفت یعنی مریض نشی بمیری، سالم باشی.
بزرگ بشی تا پیر بشی. جوونا، دو تا جوونی که امروز روز منو ساختید، مطمئنم روز این بیننده های من رو هم ساختید. امیدوارم با همین خنده، با همین شادی پیر بشی پای هم دیگه. بچه هاتون رو پس فردا اونا هم بیان اینجا کار کنن. اینجا دوستان افتخاره، طرف میاد کار میکنه میگه ما 5 نسل داریم پیتزا میفروشیم. پسرش از مدرسه که میاد اونجا کاراشو انجام میده، بعد وای میسه کمک باباش کارای کامپیوتر انجام میده. آلمان بود، رفتم یه جایی، رفتم زور یه نهار سبکی ساندویج و نوشابه بخورم، یه خانواده چاینیز اونجا بودن، دیدم 3 تا بچهش، دخترش و پسرش و اینا اونجا همینجور دارن میچرخن کمک میکنن، هر کی چی میخورد میرفت اینا چیاشو تمیز میکردن میشتن اونجا. این افتخار اون خانواده است. خود من بهتون نشون میدم که پسرم میومد پا به پای من کار میکرد، زور گرما تابستون، هیچ وقت یادم نمیره یه دفعه وقت داشتیم برمیگشتیم از یه روز طولانی و گرم و پر از خاک و اینها، بهش گفتم بابا میخوای وایسیم اینجا بستنی بخوریم؟ گفت نه بابا، این رادیو خاموش کن، من نمیخوام چیزی بشنفم، نمیخوام حرف بزنم، فقط برو بریم خونه. اینقدر خستش بود، ولی امروز بهش افتخار میکنم. البته همین پدر سوخته اومد گفت که من از تو و مامانم با هم دیگه بیشتر پول میسازیم. گفتم این رسم دنیاست، منم از بابام بیشتر پول میساختم و پول شما بیشتر بسازیم ما بیشتر خوشحال میشیم، ما که نمیگیم که این رقیب منه. در صورت ممنون، متشکرم. اینجا آخر شب ببینید، آخر عصر از کار نشسته، کارهای فرداشو داره انجام میده، لابد اوردر میده کسایی که براش پیام گذاشتن و فولکس را وی خطاب میکنیم. میدونید که توی چیز اینجا فولکس واگن، اصلا ما که میگیم ف، برای که توی آلمان به و مثلا هانوور میگن هانوفر، بعد اونجا میگنش فا ف، ولی حالا این دوستمون چون اولش و هست گفته و، ولی شما چون دبلیو اف شادم میگی و. میدونید ما بی ام دبلیو تو ایران میگفتیم بی ام و، اینجا میگنش بی ام دبلیو یا بیمر، برای اینکه اینجا دبلیو رو میگن دبلیو، توی آلمان دبلیو رو میگفتن و. مزهمی این میگه که ما به این فولکسه میگیم و. ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید درباره هر چیزی که میخواین صحبت کنید. یکی از دوستان نوشته که آقای سوربی، خانم ناتالی گوله سناتور فرانسوی نویسنده کتاب سازمان مجاهدین خلق، فرقه‌ای در قلب جمهوری فرانسه، در گفتگو با خبرگزاری آذربایجان در دیدار امروزش از باکو، خطاب به رهبران عربستان سعودی که دل به فرقه رجوی بستند گفت مجاهدین خلق زبالدان بزرگ پول و وقت شما می باشند یا می شوند، زیرا این سازمان هیچ پایگاهی در ایران ندارد و فقط پول و وقت شما را تلف می کند. این هم مقاله که ما هرچی میگیم مستنده و اینجا ما مثل آقای پرچیزاده به دوستمون نمیگیم آقا برو روزنامه های آمریکایی که مقاله های من چاپ کردن بخون. بله اینجا ببینید، سعودی ایران ماس رزوم دیالوگ MKO a big imposture. در صورت این خانومه است، اینم مقالهش هست، جولای 25 یعنی همین امروز. ممنونم از اون دوستی که این رو فرستاد. من با دوستم مهرداد که همشهریم هست اون روز گفتم آقا اینا که عکسا همه سوریه و این برانورن، گفت آره دیگه ما مجاهدین جهانی شدیم. گفتم پس ما باید عربی یاد بگیریم با شما حرف بزنیم. مع السلام، شکرم. خب اینم الان چون موقع انتخابات هست، از دروغگویی های نامزدهای ریاست جمهوری اونایی که شغلی دارن صحبت میکنه و این رو برای من و شما نشون داره میده. بریم با هم 1 دقیقه وقت بذاریم نگاه کنیم. نوشته بالاش Who lies more? A comparison. یک مقایسه که چه کسی بیشتر دروغ میگه یا دروغ گفته. ترامپ، ببینید اینا رو هم قشنگ درجه بندی کرده، 0 10% این پایین شاخصه،
این یه دیاگرام دیگه، از این وری عمودی اسمارو نوشته، افقی چند درصد از حرفاشون دروغه. ترامپ نزدیک به 20 درصد حرفاش دروغه. باکمن آم این خیلی جالبه، من اینجاش دقت نکرده بودم. آمریکایی‌ها وقتی یک کسی دروغ میگه میگن liars pants on fire، میگن دروغگو شلوار دروغگو آتیش میگیره، یه همچین چیزی. بعد این ببین با رنگای مختلف نوشته، اونی که شلوارش روی آتیشه قرمز، اونی که نمیدونم دروغ گفته یعنی غلط گفته اینجور نارنجی، اونی که mostly false خیلی غلط گفته، چجوری فارس قبل از مصلی فارسه، مصلی در دقیقه هفت ترو نمیدونم مصلی ترو اینا. و اینجا اون چیزی که مهمه افراد نوشته، این باکمن، کروز، گینگریج، پالین، این یکی دیگرش سنتروم، اینا مال موقعی بود که اینا همه بودن و تو انتخابات مختلفی، ولی از همه کمتر دوستان نگاه کنید سندرز، برنی سندرز اصلا دروغی که شلوارش آتیش بگیره قرمز نداره. اوباما داره، هیلری کلینتون داره، که به نظر من این غلطه، هیلری کلینتون خیلی بیشتر از اوباما دروغ گفته، دروغایی که به همین زودی شلوارش آتیش میگیره. خب اینم از این، ممنونم از این دوستمون. بریم سراغ ایمیل یا مقاله و چیزای بعدی. آها اینجا اینو نوشته بودم که یادم باشه حتما درباره دکتر محمد علی طاهری صحبت کنم، اون نام عکسی که اومد که زنده است و رفته نمیدونم عروسی پسر خواهرش، دختر خواهرش، دختر خودش، هر چی. و بعد اون دوستمون گفت که اونها دروغ میگن، حالا که شما فهمیدی بیا این کارو بکن. گفتم نه عزیز من اینجوری نیست کار رادیو تلویزیون، ما اشتباه کردیم، تلویزیونا رو به جای اینکه بگیم این یه بیزینس خصوصی هست به مردم گفتیم اینجا خودمونی است. اون وقت محسن به خودش اجازه میده میگه آقا حرف نزده بودی بهتر بود، به بابات اینجوری حرف میزنی، به دایید اینجوری حرف میزنی که پیداش کردی الان، اگه نه چرا به خودت اجازه میدی با من اینجوری صحبت کنی؟ برای که من فکر کردم شما جوونی، خواستم بهت بگم که ما هم هنوز یه مقدار جوونی داخلمونه، خودم رو با خودت خودمونی کردم، من خودم رو ارزون فروختم که تو اینجوری به من توهین میکنی. اگر بیام بشینم اینجوری، بینندگان عزیز من در سن 13 سالگی شدم رئیس رادیو تلویزیون، بعدم 19 سالگی اون حکومت گل و بلبل رو ول کردم رفتم فرانسه زندگی کردم، بعدم 10 سال بعد، اون وقت شما جرئت نمی‌کنی، ولی این سوربی میاد با تیشرت میشینه اینجا میگه آقا ولمون کن، تو لوری، من فارسم، اون عربه، اون بچه تهرونه، با هم میتونیم دوست باشیم، از این دوستی استفاده کنی. ببینید بین کلمه استفاده و سوء استفاده یه سوه، آمریکایی‌ها این سو وقتی سو میکنن خیلی باید بدوی تا در بری، میگی نه دفعه دیگه که کامران اومد اینجا اسم میپرسه. پناهجوی ایرانی بر اثر گرسنگی جان باخت. جسد یک پناهجوی ایرانی در منطقه جنگلی در نزدیکی مرز ترکیه و بلغارستان کشف شد به گزارش روزنامه ایران. رضا جاسانی برای پناهندگی از ترکیه به سوی اروپا در حرکت بوده، برای پناهندگی از ترکیه به سوی اروپا در حرکت بوده که به علت گرسنگی جان باخته است. من نمیدونم این دوستان هنوز میخوان مثل قدیم از جاده همجون بگیرن برن، وای نمیسن پول جمع کنن سوار قطار بشن، سوار هواپیما بشن، سوار ماشین بشن. خب اینایی که میمیرن کیان؟ اینا جوونا هستن، مثل بچه من، بچه شما، بچه داداشمون، بچه خواهرمون هست. ای خاک بر سر کمپوزیسیون که ببخشیدا به اون که گوششو دوخته و لبشو دوخته بی احترامی نمی کنم. آقا تو که لبتو دوختی خوراکتو بده به این بیچاره که نمیره. ای داد بیداد بر ما، اینم کمپوزیسیونم، یکیش میمیره، یکیش میگه من گیم، میاد اینجا همچین که پاسپورت میگیره عکس میگیره با عرب و دوست دختراش ول میکنه میره ایران. بابا کارمون خرابه. این نگید این سوربی همش ایراد میگیره، بشینید ببینید از چیزی که ایراد گرفته درست میگه یا دروغ میگه. خبرگزاری آناتولی در ترکیه گزارش داد جسد این مرد 28 ساله
از سوی ماموران امنیت مرزی کشف و به پزشکی قانونی منتقل شد. پزشکی قانونی ترکیه هم اعلام کرده وی به علت دست کم 5 روز گرسنگی در منطقه جنگلی جان سپرده است. میدونید که اینا بلدن دیگه، وقتی که طرف میمیره حتی بعضی وقتا از بدنش مثلا کرم میزنه، حشرات میان میفهمن که این چند مدت اونجا بوده، بعد توی روده و معده و اینها خوراک میفهمن که چیزی بوده نبوده، اگه 2 روز بوده هنوز بعض وقتا خوراکه هستش. ببخشید من اینو میگم، اون وقتا یادتونه میگفتن که آقا برو مرده که به کفن نمیرینه، ولی ثابت شده که بله مرده به کفن میرینه. شاید به همین خاطر این آمریکایی‌ها دل و روده و همه رو جی میارن بیرون و تمیز میکنن و پاک میکنن، چون شما وقتی میمیری هنوز خیلی از اون آنزیمای بدن اون تو داره کار میکنه و ممکنه بعد از اینم که مردی گازی ازت در بره، مدفوعی ازت بیرون بزنه و این ضرب المثل ها خیلی هاش غلطه، خیلی هاش هم درسته، ازش استفاده کنی. خب اینی که بهتون گفتم من روزی 10 تا 20 تا ایمیل میگیرم، پیشنهاد میگیرم، تلفن میگیرم آقا این کار رو انجام بده، دوستمون آقا مرداد میگه آقا شما به جای این بیا از معلم ها بگو. میگم آقا چی بگم از معلم ها؟ معلم ها حقوق ندارن؟ این احمق میرحسین موسوی وقتی من دبیر بودم آمد شیراز، اون موقع نخست وزیر بود، گفت من به دبیرا و معلمایی که بعد از مدرسه میرن راننده ماشین مسافر کشی میشن افتخار میکنم. به پسرموم گفتم بلند شو بریم. گفت چیه؟ گفتم این مردک نمیفهمه اگه من برم مسافر کشی دارم راننده تاکسی رو که جواز داره ماشین تاکسی میخره، تاکسیش اینقدر گرونه، دارم اونو من شغل غیر قانونی دارم اونو از بین میبرم. اوکی؟ بعد حالا میگم مرداد جون شما به جای این پولایی که میدید پدر سوخته کندی معتاد، گینگریج زنباز، جولیانی مافیا، نمیدونم شهردار سندیگای عقب افتاده زنباز، اینا بیان این پولا رو برو بده به معلم‌ها، معلمه هم خودش طرفدار مجاهدین میشه هم بچه‌ای رو که زیر دستشن طرفدار مجاهدین میکنه. آخه صدای منو در نیاری، آخه عکس نگذاری، ننویسید شاه با سواد بود تو من بیام بگم دیپلمم نداشت. بذارید به درد خودمون نمک روی زخممون نزنید. مرداد جان این همه پول حرام کردید همین چند روز گذشته، چند نفر شما به خودتون جلب کردید؟ چند نفر ممبر جدید گرفتید؟ بله یه مش پرچم سوریه و عراق و اینا رو آوردن تکون دادن، شما میگی ما جهانی شدیم. به خودت که کلک میزنی، به خودت که دروغ میگی، هیچی، به منم میگی کاکو سوربی، تا هم بیا بگو من خنگم، تا هم خر شو. حالا میرم سراغ طناز سایه. خانم یا آقای طناز سایه نشته آقای سوربی عزیز، برنامه های شما که خیلی خوبن، ولی به جای این حرفا، این سعید به من یاد داده، گفت هر کی هر چی گفت گوش کن، اونجا که گفت ولی یعنی اینایی که گفته بنداز دور. شما راننده خوبی هستی ولی این میخواد از اینجا بهت بگی راننده بدی. شما میگی برنامه شما که خوبه، خب اگه خوبه و داری نگاه میکنی دیگه ولیش چیه؟ ولی به جای این حرفا شما هم که شیرازی هستین و سرزمین گل و بلبل و حافظ و سعدی، ما هم خدمت شما ارادت داریم، به جای این حرفا دوباره به جای این حرفا کمی از حزب کثیف JMAA صحبت کنین، چون از شیراز هستین. عرض کردن 3 بار شما من گفتی از شیراز هستی، 3 بار گفتی به جای این حرفا بیا از اون حرفا بزن، بعدم یه حزبی نوشتی ننوشتی این JAAM چی چیه، من چه میدونم. طناز عزیز من اینو بلدم میگم، تو اونو بلدی بیو بگو. خانم عادله رزجو اونو بلده میاد میگه، مرداد عزیز اونو بلده میاد میگه. نشینید همه تون به سوری بگیم آقا اینه که میگی خوبه ها ولی نگو، یعنی دروغ گفتم قسمت اولش، دروغ میگم که خوبه ولی نگو. شما که از شیراز، آقا من توی شیرازم بل و گل بل و اینا ندیدم والا، من ده از 11 سالگی تا به سونام رفتم کار کردم، شهر گل بل بل بوده، مسافرها بودن، بازنشستها بودن. من بعد انقلاب تصمیم گرفتم اگر وایستم تو ایران برم به طرف شمال یا اصفهان زندگی کنم، چون شیراز به خاطر حماقت اون آخونده دستقیب و این بیچاره جنگ خانواده های جنگ زده که آمده بودن
شما خودت امکانات نداشته باشی یه مش مهمانم بیان، مهمان ناخونده باشن. درد سرای پیش اومده بود، شهر کثیفی شده بود، چه شهر گل و بلبلی. از تو شعر بیان بیرون، شاه اللهیا تو شاهنامه گیر کردن، شما دوستان توی صوفی بازی و نمیدونم معنویت و این چیزا بیاین بیرون. آقا من اینه بلدم، میام نامه ها رو میخونم، اشکالا رو باید میگم، میگم آقا ببین این آقای رضا شاهینی که یه روزی به من میگه آقا به این آقای عزیزان برنامه نده، خودش کارش خراب بوده. عزیزان که بدبخ اینجا وایساده، اولین کسی بود که دست این دکتر نوریزاده رو باز کرد. آقای عزیزان لطف کن اون ویدیو رو برای من بفرست که نوریزاده نشته ما میگه ما بچه نیستیم، که ما چیزای اینو آقای مدهی رو به صد جا دادیم. بعد خود نوریزاده احمق پدر سوخته میاد میگه ما از اول میدونستیم این دروغ میگه، و هنوز ملت دارن برنامهش نگاه میکنن، هنوز هیچ کس جرئت نمیکنه بهش بگه آقای نوریزاده برنامهات خوبه ها، ولی امیدوارم سقط بشی. ولی چون ما خودمونی هستیم، من در رو باز گذاشتم، شما خودت میای داخل، به خودمون اجازه میدیم. ولی اوکی، بریم سراغ ولی بعدی. خب تمشق نوشته که اون روز که این پسر ایرانی آلمانی یا آلمانی ایرانی تبار داشته میکشته مردم رو، فریاد میزده من آلمانیم، من آلمانیم، چرا ما کاری انجام نمیدیم؟ یعنی چی؟ ایشون 5 سال بوده دنبال اون آقایه که 70 خورده نفر رو کشت اون جزیره نروژ، پیرو به اون بوده. ولی شما ببینید توی سینمای اینجا، توی ویرجینیا تک 32 نفر میکشن، توی سینما 14 نفر میکشن، توی چرچ توی کلیسا 9 نفر میکشن، پلیس اونو میکشه، سیاه اونو میکشه، هیچ کدومشون نمیان بگن چرا. مذهب اینا مسیحی بوده، مذهب اینا کلیمی بوده، بی مذهب بوده، ولی اون یکی حالا تازه مسلمونا لطف کردن، یه چندشون رفتن تظاهرات کردن که آقا این دین اسلام نیست، اونم از این 4 تا از این پاپتیاش از اون کله گندای بزرگش نیومدن. اینجام دبل استاندارده، اینجام یک بام و دو هواست. در هر صورت ببینیم چی میگه. ترامپ هست تای بله، کروز آمد توی ترامپ توی کانونشن یا گرده همایی یا کنوانسیون اینها و یه چیزایی گفت که حقیقتا به اصطلاح از اون دق دلش بود، چون دونالد ترامپ هم به زنش توهین کرده بود هم به پدرش توهین کرده بود. حالا دیروز کروز گفته، این تد کروز گفته که این دونالد ترامپ با مافیا هم زد و بندهایی داره. این رو هم من بهتون نشون بدم، والا من نمیدونم، هورن نیوز یعنی بوق، هورن یعنی بوق، این شاخ گاوا رو هم هورن میگن، لانگ هورن مثلا. بله ببینیم چی نوشته اینجا دوستمون. نوشته همه با علم و دانستن دروغگویی کاندیداها بازم بهشون رأی میدن تا سیاستمداران شاهانه زندگی کنن. خب آخه دوست عزیز، اگر من رأی ندم که نمیرم رأی بدم، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. وقتی روی این تیکت، روی این برگه انتخابات 2 تا اسم بیشتر نیست، شما میدونی یکیش دزده یکیش دوستر، یکیش کانه یکی کانتر، یکیش دروغگوه یکی دروغگوتر، یکی بده یکی بدتر. اگه شما بلند شدی رفتی رأی بدی، مجبوری به اونی که کمتر بده یا بد هست رأی بدی. این جورج کارلین خدا رحمتش کنه حرف خوبی میزن، میگو من رأی نمیدم که حق داشته باشم از اینا انتقاد کنم. میگو شمایی که میری رأی میدی به اینا، شما اون روز به خودت گفتی این خوبه من بهش رأی دادم، پس نریم رأی بدیم. اگه همه نرن رأی بدن، نریم رأی بدیم، من نمیرم رأی بدم. خب این رو بهتون نشون دادم. کروز accuses ترامپ of hiding mafia ties. ties یعنی همبستگی و رابطه و اینها داشته، accuse هم یعنی متهم کردن. میگه تد کروز متهم کرد ترامپ رو به داشتن روابط پنهانی با مافیا. حالا اگه خواستید مقاله رو بخونید، برید بخونید. ضمناً ترجمه انگلیسی به فارسی هم هست روی گوگل، من پیشنهاد میکنم از استفاده نکنید. یه شعر قشنگی بود یه بار،
یه کسی اگه اینو داره برای من بفرسته. اینو از فارسی ترجمه میکردم به انگلیسی، بعد از انگلیسی ترجمه میکردم به فارسی. شعر اولی که قشنگ و زیبا بود تبدیل میشد به یه شعری سراپا فحش. این رو یادم رفته الان دیگه کدوم شعر بود، بمانه. اینم از این و بریم سراغ ساعت 3:49 دقیقه است. خب من امروز خواستم یه ساعت برنامه بذارم. پیام منوچهر عزیز رو پخش کردم. منوچهر امروز اگر ایمیلی گرفتی امیدوارم بتونی برنامه رو نگاه کنی. نمیدونم این روزا توی کتابخونه ها هم شما میتونید برید از چیشون استفاده کنید، از فیس، از کامپیوترشون. آقای سهراب چمنارا: وقتی که من نوشتم کورش زعیم دستگیری شد، زندان رفتن شد، 30 سال زندان آقای امیر انتظام، چه نفعی به حال من و شما داشته، چه سودی به حال من و شما داشته، چه ضرر بزرگی به آخوندا زده. ایشون آمده اینجوری گفته که درست هم میگه، نوشته کوروش زعیم و امیر انتظام اینها از خوششانسا هستند که در زندان داستان قهرمانی هایشان را شنیده ایم. هزاران کشته گمنام بودند که ما حتی نامشان را نمیدانیم. نمیخواهم از کشته شدگان همان روزهای اول انقلاب بگویم، ولی 1,000,000 جوان که به خاطر جنگ 8 ساله کشته شدند. نمیخوام از دزدی‌های اول انقلاب بگویم، ولی 400 میلیارد دلار پولی که صرف اتم شد و 800 میلیارد دلاری که در دوران احمدی نژاد به گفته خودشان گم شده. نمیخوام از اعتقادات مردم بگویم، ولی به گفته معاون استانداری تهران 90% جوانان هیچ اعتقادی به دین ندارند. و حالا هم نمیخوام از این بی‌عدالتی در حق مردم که در 1400 سال گذشته بی‌نظیر بوده و اعراب و چنگیزخان و تیمور لنگ را روسفید کرده بگویم، ولی اینها را همه کنار هم بگذارید و فکر کنید آیا چنین ظلمی در حق مردم برای همیشه ادامه خواهد داشت. مسلما نه. مردم کوچه و بازار در داخل ایران نه به کمک خارج نشینان بلکه خودجوش جنبشی دیگر به مراتب باشکوه‌تر از سال 88 به راه خواهند انداخت. جنبش 88 به بن‌بست رسید چون شعار و هدف نداشت. عزیز من، چون رهبر نداشت. اونایی هم که مردم فکر کردن رهبرن، خود اونا چون با دولت بودن رفتن گفتن برید خونه هاتون، ما هم رفتیم باغ و خونه و بریم نمیدونم پند پیزیمونه تو بیمارستان ها درست کنیم. چون رهبر نداشت، نه که هدف نداشت. هدف داشت، شعارم دادن، رهبر نداشت یعنی برنامه نداشت. آقای سهراب چمنارا، شما باید یک، در رابطه با موضوعی که من سوال میکنم بنویسی یا ننویسی. من سوال کردم، حالا این کورش زعیم رفته زندان، 5 سالی میتونسته بگرده در بره، بیاد مقاله بنویسه، مخفیانه بنویسه، رفت. والا من بعض وقتا فکر کنم اینا رابطهشون تو خونه بده، میگن حداقل بابا بریم زندان. شنیدن زندان آب خنک میخوریم میخورن، ولی نمیدونن بابا این آب خنک مال داستانی بوده که اون آب کنار اون زندان بوده و اینجوری هم نیست و اینا. نمیدونم، من نمیفهمم، یا من نمیفهمم، یا شما نمیفهمی، یا اینا نمیفهمن، یا هممون نمیفهمیم. فکر کنم این هممون نمیفهمی درسته. فرشاد گرامی، این عکس‌ها رو خدمت را تقدیم میکنم، اگر برای فیسبوک شما مناسب آن را درج کنید. ظاهرا وانمود میکنم در این 70 سال گذشته جوامع جهانی متمدن شدن. یه عکسایی که آدم دلش ریش میشه، از 70 سال پیش، حالا دوربین عکاسی 100 سال چقدره بوده و عکس‌ها رو گرفتن، که همون وضعیتی که این پناهنده‌ها اون موقع داشتن الان هم دارن، بدتر هم شده، با وجودی که قرن 21 شده، با وجودی که 70 سال گذشته، آدم انتظار داره یه وضعیت بهتری داشته باشن، ندارن. خب دوستان عزیز، 3:53 دقیقه است و من یه شعری بود میخوند، سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. یه آقایی هم خیلی قشنگ اجراش کرده، توی یوتیوب هست، برید بزنید خودتون ببینید. چرا همش ما میگیم بزنید، برید انتخابش کنید، برید پیداش کنید، چیز کنید. ولی اینجا یه شعری برای افرادی که به 50 رسیدن، این بار به همون یکم لطف کردن، مهربانتر، گفته سن که رسید به 50 تازه میشی روبرا. عقل تو کامل شده، ذهن تو بالغ شده، تازه میشی مهربون، مگر اینکه سربی باشی، همینجوری نامهربون.
تازه میشی مهربون، با همگان همزبون، دنیا برات فان میشه، برنامه هات ران میشه، باد سرت کم میشه، دنیا جلوت خم میشه، خوب و فروتن میشی، قوی و پیلتن میشی، قدر تو بالا میره، وصف تو هر جا میره، قصه ازت دور میشه، چشم حسود کور میشه. اگر که ورزش کنی، تمرین و نرمش کنی، سالم و سرحال میشی، جوان و قبراق میشی، میتونی بری تا توچال، روان و خوب و خوشحال، بخور هر آنچه خواهی، مرغ و برنج و ماهی، کلسیم و شیر و ماست، بشنو تو این حرف راست. سبزی و میوه حتما، قند و شیرینی اصلا، شور نکنی خوراکت تا کم کنی فشارت، چربی و فسفر نخور که دور شی از مرده شور. از این به بعد نیت کن قلبتو تقویت کن، تو پارک برو پیاده، بی قمپز و افاده، مثل شما زیادن، محکم و واندادن، مبادا دیپرس بشی، نهیب و بیهس بشی. این کلمه نهیب با همون نهیب آمریکایی‌ها یه چیزیه، یا این لاغر و رنجوره. خنده نره ز لبهات، شادی نره از چشات، امید و جستجو کن، بگرد و زندگی کن، لحظه ها رو شادی کن، خوش باش و خوشحالی کن. اگر که شادی کنی، کورتیزولو کم کنی، دوچرخه یادت نره، پا بزنی بهتره، با جوونا بر بخور، دوغ و دولستور بخور. من نمیدونم اصلا این چیزا مال ایرانه، من نمیدونم. گاهی هوایی بخور، نون و کبابی بخور، با ریحون و تربچه، ترشی، تره، پیازچه، بازی کن و بچه شو، کودک پاینده شو، با بچه ها بازی کن، شوخی و تنازی کن. اینها همش بهونه است، مثل شما یه دونه است. این که میگن خیلی ها فشار میاد به چند جا، قبول، ولی چه باکت، مشو خموش و ساکت، کنون شنو پند من، فامیل دل بند من. سن که ملاک نمیشه، دلت باید جوون شه، پیری که خوش زبونه، عین جوون میمونه، همه میان کنارش، صفا کنن با حالش، قصه میگن براشو، عوض میشه هواشو، بچه ها غرق رویان، بابا بزرگا، که منم خیلی خوشحالم 3 ماه خورده بابا بزرگ شدم، بابا بزرگا میخوان، مامان بزرگ کجایی، امشب پیشم میایی، درخت اگه پیر میشه، پهن و فراگیر میشه، سایه میده فراوون تو گرمای تابستون، سایه میده فراوون تو گرمای تابستون. خلاصه سن 50 میاد سراغ شما، اما باید شد رها ز فکر سن بالا، فقط مراقبت کن، با سن مطابقت کن، زندگی کن سلامت، بی آمپاس و بی زحمت، برای فامیلامون دعای زیر رو بخون، فامیل زیر 50، امید ما ایوالا، محسن زیر 50، امید ما ایوالا، فامیل سن 50 مریض نشی الهی، فامیل بالا 50 زنده باشی ایشالله. خب ممنون و متشکرم دوستان. اگر شما بهتر از من میتونی شعر بخونی، بهتر از من میتونی برنامه اجرا کنی، تقصیر شماست که سربی نشسته اینجا و شما نشستی اونجا، و این بیننده های بنده خدا مجبورن شکنجه بشن و سربی رو تحمل کنن. از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. از اینکه بین این همه تلویزیون که هر کدومشون توی اتاق نشستن، یکیش تنهاست، یکیش دو سه نفری، ولی همه اینها زندگی آپارتمانی تلویزیون ها رو نشون میده. یه تلویزیون طرف نشسته، خیلی عکس قشنگ و پرمعنایی است. بین این همه تلویزیون مردم رو انتخاب کردید، ممنون و متشکرم. دوستان حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. اگه دارای شغلی باشید میتونید تبلیغ کنید. اگه باور دارید تلویزیونای ایرانی با تبلیغشون به شغلتون ضرر میزنن، ما میتونیم حمایتتون رو قبول کنیم، در عوض بهتون قول بدیم که تبلیغ نمیکنیم. چارلی چاپلین یه زمانی توی فیلمی شیشه بر بود و این دید کارو کاسبیش از کار افتاده،
میخواستم یه چی دیگه بگم با این ربطش دادم، اب نداره. بعد یه بچه ای رو استخدام کرده بود، چند تا سنگ بهش میداد، میگفت جلو من برو این سنگا رو بزن تو این فروشگاه ها و در برو. اون سنگ رو میزد شیشه میشکست، این مرد صاحب فروشگاه میمد بیرون فوش میداد، چارلی چاپلین با شیشه میمد میگفت میخوای شیشه تو بندازم؟ میگفت بله. مثل که ما باید یه سنگ انداز پیدا کنیم تا شیشه های شما رو بشکنه تا قدر شیشه بر رو بدونید. ولی یه فیلم میدیدم، یه آدمی بود، این نحس میگیم، این هر جا میرفت، مثلا میرفت تو این مغازه وای میساد نگاه میکرد، یه دفعه چلچراغ مغازه میافتاد، فیوزش برقش میپرید میسوخت و فلان اینها. یه جوری شده بود که بهش پول میدادن که نیاد تو اون خیابون، پول میدادن که نیاد تو اون مغازه. تلویزیونای ایرانی متاسفانه اینجوری شدن، چون وقتی آگهی میذاریم یه نامردی از کالیفرنیا که با دکتر محیط بده، این احمق به جایی که بیاد بدیای دکتر محیط رو بگه، زنگ میزنه به چلو کبابی ساعت 12 ظهر وقت نهارش. خوشم اومد محمد رفی، خیلی قشنگ گفت پدرشو کردم فلان جاش. خب این میخواست که پدرش بره فلان جاش. ای داد بیداد. بله، اگر یه تلویزیونی رو دوست ندارید نگاه نکنید، با نگاه نکردن حمایتش نکنید. ولی آخه احمق نادان، اگه یه کسی آگهی داده، پول داده، خرج داده که کسی که این برنامه رو دوست داره اونا برن رستورانش، تو حق نداری تویی که پول ندادی زنگ بزنی به اون چیز کنی. بله اگه پول داده باشی، اگه از اون رستوران محمد بهش گفته بود، گفته بود آقا من الان لانچ بازاره، شما وقتی اومدی اینجا با هم صحبت میکنیم، گفته بود آقا من تو ویرجینیا نیستم، من کالیفرنیا هستم، گفته بود خب پس برو به قبر پدرت ریدم. محمد رفی به اون آقای افتخاری بود، میگفت افتخاری هم، دروغ میگفت هارون‌زاده، یه روز میگفت کاویانی هم، یه روز میگفت افتخاری هم، هر کسی رو تلویزیون میدید اسم اونو میگفت. همین این با آقای عزیزان گفت آقا چرا میری تلویزیون مردم، بیا برو تو تلویزیون این تیمور لنگ مجانی برنامه بذار. عزیزان بیچاره رفت اونجا، برگشت گفت آقا این عجب لومپنیه این مرتیکه معتاد. عزیزان اگه تابستون هست و مدرسه تعطیله، هفته یه برنامه جوندار 10 دقیقه 15 دقیقه راجع به این افرادی که اینجوری، حالا ما هرچی بگیم رضا شاهینی دروغ گفته به نفعشه دوستانا، چون آخوندا میگن بابا اصلا این فعال سیاسی نیست، بزن در کونش بنداز بره آمریکا. افرادی که فناهند اینجوری میشن میرن و میان و فلان بسار، بیان بگید دیگه. بس 1 دقیقه هم گذشت، باز هم از شما ممنون و متشکرم. برنامه ها رو پی میگیریم با همون ترتیب خاصی که دیدید، رادیو کیان ایران، شبستری، آقای مینویی، آقای یزدان خدابندلو، آقای ارشاد از ایران، کانون آوا، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید طبق این سند رسمی و دادگاهی. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. از دوستانی که روی فیسبوک با ما بودید ممنون و متشکرم. تا چهارشنبه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. مرسی.